سلام همگی دوستان، خیلی خوش اومدید به این گفتگو. گفتگوی امروز ما همونجور که میدونید راجع به مطالعات مربوط به زبانها و ادیان ایرانی پیش از اسلام در ایران، کارهایی که محققای ایرانی، دانشمندان ایرانی در این زمینه انجام دادن، از ابتدای این مطالعات در ایران میخوایم شروع بکنیم. میخوایم یک نگاهی از نظر تاریخی و بعد موضوعی به این مطالعات بندازیم، ببینیم چه کارهایی انجام شده، چطور انجام شده و چه کارهایی انجام نشده و باید انجام بشه در این زمینه، چه در زمینه زبانها چه در زمینه ادیان. کارهایی انجام شده در ایران، همگی کمابیش آشنا هستیم با این کارها. خواهیم پرداخت به سابقه این کارها و شاخهای مختلفی که این کارها و این تحقیقات انجام شده. مهمان امروز ما دکتر قائم مقامی هستن، از اساتید دانشگاه تهران، استاد بنده. تشکر میکنم که وقتشون رو به ما دادن تا ساعتی یا دو ساعتی در کنارشون باشیم و درباره این موضوع باشون به گفتگو بنشینیم. این گفتگو از مجموعه گفتگوهای اینستاگرامی انجمن زبانهای باستانی آشیاره، همجور که میدونید با همکاری انجمن مهر شاهنامه ما یک سری گفتگوهایی ترتیب دادیم، مخصوصا در این زمان همگیری کرونا که دستمون یا گوشمون از دانشگاه کوتاه، از محیطهای آموزشی تا حدی کوتاه شده، بتونیم با اساتید در ارتباط باشیم، باهاشون در زمینه‌های مختلف صحبت بکنیم. و صحبت امروزمونم با دکتر قائم مقامی، ممنون که قبول کردن این زحمتی که به ایشون دادیم و پذیرفتن که با ما باشن. از همه شما تشکر میکنم که تشریف آوردید به این گفتگو. من الان از دکتر قائم مقامی درخواست میکنم که به گفتگوی ما بپیوندن و صحبتمون رو شروع بکنیم. شما رو نشون میده. سلام استاد. سلام آقای محمدی، حال شما خوبه؟ مرسی، متشکرم. شما خوبه؟ پشت سرتون چیه؟ پشت سر من؟ بله دیوار. دیوارهای هلند هم اینجوریه. بله هم مثل خودمون. حالتون خوبه؟ مرسی، ممنون، مرسی که وقت گذاشتین استاد. ممنون از شما، متشکرم، قربان شما. من باشد. در خدمتتونم دیگه، حالا حال حوالا رو بعدن میکنم. من در خدمتتون هستم. سلامت باشید استاد. همونجوری که از قبل هم باهاتون صحبت کردیم، میخوایم راجع به مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه زبانها و ادیان ایرانی در ایران پیش از اسلام انجام شده، در ایران محققان ایرانی انجام دادن، میخوایم صحبت بکنیم. اول اگر لطف بفرمایید بگید که این مطالعات چگونه، که از در ایران شروع شده، در چه زمینه ای محققان کار کردن تا برسیم بعد به بقیه مطالعات. بله، من سلام عرض بکنم مجددا خدمت شما و خدمت دوستانی که این گفتگو رو میشنوند. میدونید، یعنی بهتر میدونید که این مطالعات به یه معنایی از زمان قاجار، اواخر دوره قاجار شروع شده، ولی اون چیزی که مهمتره و میشه به واقعا اسمشو تحقیقات گذاشت، مال همین قرن معاصر هجریست. و اگه آدم بخواد دو سه نفری اسم ببره که، یا چند نفر اسم ببره که پیشرو باشن در این مطالعات، اول باید من از مرحوم مشیر دوله اسم نمیبرم، چون اونم به هر حال البته سهیمه در این مطالعات، ولی داوریش با دیگران.
مهمترین افراد به نظر میرسه که دو نفر هستن، یکی مرحوم پور داوود و یکی مرحوم تقی‌زاده. یکی که مرحوم تقی‌زاده باشه، البته به واسطه اشتغالات زیادی که داشته و ضمناً در کارهای تحقیقی هم علاقه دیگری داشته، کمتر موضوع تحقیقاتش کمتر ایران قبل از اسلام بوده و مرحوم پور داوود به خلاف ایشون تقریبا منحصر بوده مطالعاتش به قبل از اسلام و تاریخ دیانت زرتشتی و بعضی مطالعات لغوی و عرض کنم که فقه و لغوی. من به این دو نفر دوباره برخواهم گشت در همون زمان ها یا یک کمی بعد از اون، که بعضی که قدری جوانتر بودند یا همسن سال اینها بودند هم یک کوششایی کردن در مورد زبان پهلوی، که همونطور که میدونید اینها عبارتند از مرحوم بهار، مرحوم رشید یاسمی، عرض کنم که مرحوم کسروی و مرحوم مینوی که از اینا جوانتر بود. مینوی بعدن چون پیش هنینگ هم رفته این اطلاعاتش رو تکمیل کرده، ولی اون چند نفر دیگه پیش هرتسفل درس خوندن و بعد احتمالا خودشون تکمیل کردن. در همین زمانها یا نزدیک به همین زمانها مرحوم هدایت هم یعنی یه راه دیگری رفته، این چیزها رو آموخته. اینا هر کدومشون یه سهمی در مطالعات دارن. مینوی حواسش جمعتر بوده، یا اگه این تعبیر درست باشه محتاط‌تر بوده در واقع، و هیچ وقت متنی هم با اینکه احتمالا بهتر از بقیهشون هم میدونسته هیچ وقت متنی چاپ نکرده. دیگران اون چند نفر دیگه هر کدوم متن چاپ کردن و شاید مثلا کسری بهتر از بقیه هم بوده. بعد اینا اثری که اینا گذاشتن احتمالا اثر ماندگاری نبوده، ولی به هر حال اینا پیشروان مطالعات مربوط به متون پهلوی در ایران هست. عرض کنم اما مرحوم تقی‌زاده و مرحوم پور داوود. پور داوود با یک شور و حرارت زیادی این مطالعات رو جلو برده و من گمان نمی کنم کسی از این جهت با اون قابل مقایسه باشه. کوششی که کرده در احیای، میشه گفت احیای این ادبیات قدیم ایران در ایران بیمانند. یک تنه در واقع مسیر مطالعات رو تا یک زمانی خودش جلو برده و بعد به تشویق او بعضی دیگر هم از استادان ادبیات، یعنی از فارغ التحصیلان قدیم ادبیات مثل مرحوم دکتر معین، در این مطالعات افتادن و خودش صاحب کرسی بوده. و غیر از این حالا نقشی که در تربیت شاگردان داشته، کتاباش خیلی مؤثره. من همین الان هم شما حتما به خاطر ممکن داشته باشید، من به بچه ها میگم اول کتابی که میخونید اینا باشه، مخصوصا این کتاب ارجمند یشت ها. این یک دارتون معارفی از بعضی جا، یه غیر از تفسیر و شرح اوستا حاوی مقالات مستقل، حاوی مباحث گاهی ظریف لغوی در حواشی کتاب، بقیه به خوبی یشتا نشدن. یشتا خودش شاید کششی هم درش هست که در بقیه متن اوستا نیست. بنابراین پور داوود به یک معنی در مطالعات حماسی هم مؤثر بود. از اینا که از اوستا که خارج بشیم، بعضی تحقیقات لغویش که فقط تحقیقات لغوی هم نیستن، خیلی کتاب های خوندنی، شاید بهتر از همه هرمزنامه باشه. اینا از جهت مسائل عرض کنم که این چیزی که الان ریشه شناسی و اینا هست، پور داوود صاحب سهم میکنه در پیش برد مطالعات. عرض کنم که مرحوم تقی‌زاده وضع دیگری داره. تقی‌زاده همونطور که عرض کردم اشتغالات دیگری داشته، ولی خب کمتر آدمی در ایران به سواد تقی‌زاده، معلومات به وسعت معلومات تقی‌زاده به وجود آمده و
غیر از اینکه خودش گاهی در کنار اشتغالات دیگر علمی و غیر علمی خودش توانسته یک مطالعاتی در مورد ادیان قبل از اسلام یا مسائل دیگر مربوط به قبل از اسلام مخصوصا گاه شماری بکنه، سهم مهم دیگرش تشویق و حمایت از دانشمندان یا محصلان مستعد ایرانی است که اینا رو معمولا اونایی که اصلا مستعدتر بوده رو به پیش هنینگ میفرستاده یا سفارششون اینا رو میکرده، به واسطه نفوذی هم که در مثلا مدرسه السنه شرقی داشته یا ارتباطاتی که با دانشمندان اروپایی داشته و در عرض کنم پایه‌گذاری این مجموعه کتیبه های ایرانی و مخصوصا باز به همون دلیل آشنایی با دانشمندان اروپایی، خیلی کسان رو فرستاده به اونجا یا توصیه کرده و اینا بعدا در پیشبرد مطالعات موثر بودن. من گمان میکنم، اینو از روی اطلاع نمیگویم، ولی گمان میکنم که بعدا که یک کسانی مثل استادان ما که همه مرحوم شدن به مدرسه السنه شرقی رفتن، گمان میکنم دست تغییرزاده باید پشت اینا باشه، پشت این قضایا باشه. اون موقع تا اونجا که من میدونم مرحوم محمود، دکتر محمود صناعی در انگلستان بوده و کار دانشجویان ایرانی رو عرض کنم که درست و راست میکرده و دکتر صناعی از اطرافیان تغییرزاده بوده. من گمان میکنم در با این که دیگه تغییرزاده اون موقع در اواخر عمرش بوده، ولی فکر میکنم تغییرزاده در هم رفتن اینا موثر بوده به انگلستان. بنابراین اگر این حرف من درست باشه، تغییرزاده در پایه‌گذاری این رشته هم موثر بوده. خودش یک مطالعاتی داره درباره معنویت که همونطور که خودش در چندین جا گفته بیشتر خوشه چینی از خرمن محققان غربیه، منتها خودش در این مسائل صاحب ابتکار، مخصوصا درباره آن چیزی که درباره عرض کنم زندگی مانی نوشته صاحب ابتکار، گرچه ممکنه که اون چیزی که درباره حیات مانی سال به دست آوردن سال زندگی و مرگ مانی یه مقداری زیاده عرض کنم که باریک بینیه و فکر میکنم به نتیجه درستی نرسیده، یعنی محققان بعدی نشون دادن که همه جا به نتیجه درستی هم نرسیده، ولی به هر حال در اونا تغییرزاده ابتکار خودش نشون داده. و ضمناً این که میگه من خوشه چین خرمن دیگران هم هستم، یک مقدار فروتنی هم هست. در واقع آنچه که تغییرزاده کرده در مطالعات معنوی، اگر بعد از تغییرزاده با همون جدیتی که تغییرزاده داشته و با همون دقت علمی که تغییرزاده داشته ادامه پیدا میکرد، خب ثمرش خیلی بیشتر بود میبود، ولی بدبختانه اینطور نشده. حال در ادامه مطلب میشه درباره ادامه مطالعات معنوی صحبت کرد. اون زمینه ای هم که از مرحوم احمد شیرازی خواسته اضافه کنه، یعنی جمع آوری کنه و بعدا در ذیل دو خطابه مرحوم تغییرزاده در تهران درباره معنویت آمده، اون هم یک مجموعه است که در با این که در همه و نیازمند نظم و انتظام بیشتری بود و ظاهرا خود مرحوم تغییرزاده هم زیاد راضی نبوده از این چیزی که مرحوم افشار شیرازی گرد آورده، با این حال بیماننده. هنوزم اگر نوشته های فرنگی ها رو در این باره بخونید، مثلا این چیزی که آقای جان ریوز نوشته یا مطالبی که حتی اسلام شناسا نوشتن، مثلا فان اس نوشته در کتاب هایی که در کلام اسلامی نوشته، یا شرق شناسان مادوی شناسان دیگر مثل میشل تاردیو نوشتن و چند جای دیگه من به چشمم خورده، میگن بی نظیره و راستن میگن بی نظیره، مانند این به وجود نیامده. ولی بعدش اینه که این نه عمر اون مرد کفاف میداده و نه خود افشار شیرازی این کاره بوده، اینا نیازمند به شرح بوده و اینم قفلت ما ایرانیا بوده که مرحوم تغییرزاده همچون کاری رو شروع کرده و بعدن ما دست رو دست گذاشتیم و تا اینکه مثلا حالا جان ریف
یه شرحی بر این نوشته یا دیگران یه شرحی، دانشمندان دیگر یه شروحی بر اینا، بر این عربی ها، عربیجات، چی میگن، منقولات معنوی در متون عربی و فارسی، اونا دست به کار شدن. این هم کاهلی ما رو نشون میده در این، عرض کنم که 60 سال یا بیشتری که بعد از خطابه های مرحوم طرزاده میگذره. بنابراین من تا اینجا باید از دو تا پیشرو این مطالعات بگم، این هم عرض میکنم و بعد در خدمت شما هستم. یک جریان دیگه ای هم از یه جای دیگه شروع شده و اونم مرحوم ظبیح بهروز، و اون جریان هم البته خیلی موثر بوده، به خاطر اینکه خود بهروز آدم برحال علکی نبوده، آدم باسوادی بوده، آدم باهوشی بوده، ولی خب یک جنونی هم میدونیم که داشته و این جنون رو به شاگردانش هم منتقل کرد و شاگردانش هم به شاگردانش منتقل کرد. بنابراین جنون بهروز هنوز دست سر ما بر نداشت، یعنی هنوزم از مثلا در آقای حسوری و اینا میشه پیشو گرفت. من البته نمیخوام توهینی کرده باشم به اینا، ولی اون مرد به هر حال به این آدم های باهوش مرز جنون و هوششون همیشه روشن نیست. بله، خود دو تا شاگرد اصلی که مؤثر بودن در تأسیس رشته زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران و در عرض کنم نزد دادن به این مطالعات، مرحوم دکتر مقدم بوده و مرحوم دکتر کیا. اینا کیا خب برای آدم وقتی از روی نوشته هاش داوری میکنه آدم معقول تری نسبت به دکتر مقدم، ولی به هر حال دکتر مقدم درس خونده امریکا بوده، زبانشناسی خونده بوده، از این جهت که این گروه رو بنیانگذاری کرده خیلی نقشش بی همتاست. در نمیدونیم که اینا در اون زمان هم اختلاف داشتن با مرحوم پور داوود و به نظرم میرسه باید حق و مرحوم پور داوود داد در این مسائل، ولی اینم عرض میکنم این جریان، بهتره بگم این جریان، غیر از مخصوصا مطالعات دقیق و یا مطالعات خوب دکتر کیا در گویش شناسی در بعضی مسائل دیگر در پهلویدانی، کیا پهلویدان درجه یکی بوده، از اینها که بگذاریم و میشه در ادامه مطلب یه مقدار گرم در باید صحبت کرد، اینا در واژه‌گزینی این جریان موثر بوده. یعنی این واژه‌گزینی دارن لغتی است که خود دکتر کیا هم گذاشته بوده و از کرده بود. این شیوهی که اینا در واژه‌گزینی اختیار کرده بودن همون شیوهی است که برجاست. یعنی اگه کسی با مصوبات فرهنگستان جدید هم آشنا باشه، هنوز یک رگه از روال واژه‌گزینی در ایران همون رگه ایست که مقدم و کیا و اینا بنیان شروع کرده بودن و همونطور ادامه داره، منتها اونا آدم های مفرطی بودن و همین افراطشون هم باعث شده که این مصوبات فرهنگستان دوم در راه پیدا نکنه، جا پیدا نکنه در جامعه و افراد کردن در ایرانی گرایی. یک مرحوم دکتر ابوالقاسم میگفت من برای اینکه نشون بدم که فرق کیا و مقدم در معقول بودن چیه، این خاطره از مرحوم دکتر ابوالقاسم نقل میکنم. دکتر ابوالقاسم میگفتن که یه بار من رفتم فرهنگستان، دیدم که دکتر کیا و دکتر مقدم درباره کنستیتوسیون داشتن بحث میکردن، یعنی قانون اساسی. میگفت که دکتر مقدم میگفت بذاریم هم ایستا، یعنی کنو به هم معنی کنیم، اونم که از با ایستادن فارسی هم ریشه است بکنیم هم ایستا. میگفت کیا میگفت میخندن بهمون و برای حالا قانون اساسی میگیم. این فرق یه مقداری به نظرم همین مثال فرق این دوتا آدم و به نظرم اثرشون هم نشون میده. کیا به نظرم اثر، اگر از منظر من از منظر علمی فقط میگم، اگر منظر صرف علمی آدم بخواد داوری کنه بعد از چندین سال که از فوت این دانشمندان گذشته، کیا موثرتر بود. بله، این
اجالتا من این سیرگر رو تشخیص میدم که البته باید بگم دو تا به یک معنا، مرحوم تقی‌زاده و مرحوم پور داوود خب همعصر بودن، اصلا در آلمان با هم بودن، و یه جریانی که به یه معنا هم میشه گفت جریان انحرافی، اونم راه خودش رو رفته و اینا یه جاهایی هم به هم وصل میشن. مثلا مرحوم مینوی به هر حال شاگرد تقی‌زاده حساب می شده، جز اطرافیان تقی‌زاده حساب می شده، و من با اینکه اینا رو جدا کردم از هم، مینوی رو عرض کنم که بهار رو اینا رو از تقی‌زاده و پورداوود جدا کردم، ولی به هر حال اینا یه جایی هم به هم وصل می شه. این چیزیست که من درباره اوایل مطالعات میتونم بگم، و به طور کلی هم باید عرض کنم که پایه‌ای که این چند نفر گذاشتن، مثلا تقی‌زاده در یک جناح و بعد پور داوود در با وسعت بیشتری در یک جناح دیگه، این پایه خوب گذاشته شده به نظرم، ولی اون چیزی که روش ساخته شده به نظر میرسه که تو این 100 سال چیز ترتمیزی در نیومده. برهم حالا من در خدمت شما هست. خواهش میکنم استاد ممنون. من یک سوالی میخواستم بپرسم از خدمتتون. راجع به مرحوم پور داوود صحبت کردیم و تحقیقاتش در خلال حواشی اشتا، مخصوصا فرمودید خیلی مطالب خیلی مهمی که در زمینه اشتغال یا مسائل فرهنگی دینی مرحوم کردنشون. یک سوال دارم در مورد دانش ایشون از زبان اوستایی و ترجمه‌ای که به دست دادن از اوستایی، این ترجمه رو چجوری به دست آوردن؟ آیا خودشون اوستایی میدونستن یا اینکه از کارهای غربی اروپایی ها مثلا امثال بارتولومه استفاده کردن در ترجمهشون؟ و ارزش اون ترجمه امروز برای کسانی که تحقیقات ایرانی رو در ایران انجام میدن، برای دانشجوها مخصوصا چقدر است؟ والا خودتون بهتر میدونید، از راه مقایسه‌ای که آدم مقایسه وقتی میکنه ترجمه مرحوم پور داوود با ترجمه ولف، عمدتا ترجمه ولفه، و وقتی میگیم ولف یعنی بارتولومه. بنابراین عمده آنچی که در بخش ترجمه منعکس شده ترجمه ولف، و عرض کنم که در حواشی و تعلیقات و مقالات مستقلی که هست، از همه اون منابعی که مکرر بهش رجوع میدن و اول کتابشون هست البته استفاده کرد. اینا البته نشون میده که پورداوود سوادی داشته در اوستا. مثلا یادداشت‌های گاهانش، به قول خودش گاتاهاش، اینو نشون میده. البته این گاتاها رو بعدن پورداوود خودش اصلاح کرده، یعنی نمیدونم حالا چرا بعدن خودش گفته که من اشتباه کردم گفتم گاتها، و مثلا باید بگم گاساها یا همون گاهان بگم. حالا من گاهان عرض میکنم. یادداشت‌های گاهان نشون میده که پور داوود یه اطلاعاتی داشته، حواشی هم نشون میده که نسبت به لااقل نسبت به مفردات آشناست، حتما در از صرف و نحو مطلع بوده، ولی خب نه اونطوری که ممکنه که دانشمندان غربی مطلع باشن یا ایرونی ها بعد از اون مطلع باشن. عرض کنم که خب حالا چقدر میشه بر اون اعتبار قائل شد؟ به نظر میرسه که به فارسی بهتر از اون وجود نداره. چرا؟ اگر در مورد گاهان، بعدن بعضی استادا مثل خانم دکتر میرفخرایی جداگانه اینا رو منتشر کردن، بعضی یزدای گاهان منتشر کردن که عمدتاً هم استوار بر تحقیقات هلموت هومباخ، گرچه خب به بقیه رجوع میکنن، ولی خانم دکتر میرفخرایی و آقای دکتر راشد به واسطه شاگردی که پیش هومباخ کردن بیشتر مایلند به آقای هومباخ، و به هر حال هومباخ هم شاید بشه گفت در این اواخر شاید بزرگترین اوستادان بود، و این توجه خاصی هم که به هومباخ میکنن این دانشمند ایرانی بیجا نیست. از این از خب مطلب اینه که گاهان پور داوود امروز منسوخه،
به چه دلیل منسوخه؟ به این معنا، به این دلیل که گمان بارتولومه تقریبا منسوخه و ترجمه کورده و ترجمه بارتولوم است. اون ترجمه که یه مقدار دستکاریش کرده فقط قشنگش کرده، یعنی یعنی دو ترجمه که پورده بود از گاهان کرده، یکیش فقط قشنگ شده، چیز تازهی به دست نمیده. عرض کنم که پس اونو باید کنار گذاشت به دلیل اصلی که عرض کردم، یا اگر نگم به طور کلی کنار گذاشت، به حاشیه، به حاشیه. عرض کنم که در مورد بقیه هم تا ما کار تازه نکنیم اون به قوت خودش باقی. الان اون چی که من خودم میپسندم یا تا لاقل از بعضی جهات میپسندم همین کتاب هاییست که آقای دکتر مولایی نوشته، فروردین گشت و اون یکی آبانیش. این دومون خوب بهترم، این فروردین آبانیشته بهتر به نظرم میاد که با همین شیوه، ولی خب طبعا میشه دقیق ترش کرد و از بعضی تعلیقات آقای دکتر مولایی کاست و به بعضی چیزها افزود، ولی به نظرم با همین شیوهی که در منابع متعدد محققان جدید غربی استقرایی بشه، باید متن رو ترجمه کرد و شروح مفصل نوشت، چون بدون این شروح فهم اینا دشواره، یا هنری نکردیم در واقع اگر یه ترجمه سر دستی بدیم. بله، تا زمانی که این کار رو نکنیم ترجمه پورداوود سر جا خودش خواهد. به این من به همین از یه جهت دیگه هم میشه استدلال کرد که ترجمه ولف هم از بعض جهات سر جای خودش هست. این درسته که این مطالعات اوستایی در این 100 ساله خیلی پیشرفت کرده، ولی به این معنیست که آنچه که اساس مطالعات همون چیزی که بارتولومه و گلتنر گذاشتن. بنابراین بارتولومه اگه بخوایم بگیم ترجمه ولف رو باید بذاریم کنار، به این معنی است که باید بگیم بارتولومه رو بذاریم، باید بذاریم کنار. بارتولومه رو نمیشه گذاشت کنار. چی؟ اون بارتولومه به نظر میرسه که تا زمانی که مطالعات اوستایی به عنوان یه علم، یکی از شعب کوچک علم وجود داره، بارتولومه سر جای خودش است. بنابراین چون ترجمه ولف همچنان معتبره، ترجمه پورداوود هم معتبر و روزی ممکنه پیدا بشه که ما ایرانی ها یه همتی کنیم و لازمه، این کاریست که در آینده مطالعات لازمه، که این اوستا ترجمه جدیدی از بخشاش جز به جز، نه به یه دفعه آدم یه کله بشینه بخواد اوستا ترجمه کنه. اونم البته اگر مخاطب رو در نظر بگیریم میشه، کما اینکه آقای پیر لکوک این کار کرد چند سال پیش، یه ترجمه مستقل از کل اوستا. ولی خب حالا باید به نظرم جز به جز این کار بکنیم، تا زمان که همت نکنیم ترجمه پورداوود سر جای خودش هست. همت هم بکنیم ترجمه پورداوود از بعض جا سر جای خودش هست، مخصوصا از تعلیقات، به واسطه تعلیقاتی که و مقالاتی که لابلای ترجمه مخصوصا یشت هست. بله، من هم عرض کنم ببینید، من آقای دکتر صادقی نقل میکردن از مرحوم دکتر تفضلی که کاش آقای دکتر سرکاراتی که در اوستا صاحب مطالعات زیادی بودن، ایشون اوستا رو فارسی ترجمه میکرد. و بعد به نظر آقای دکتر مولایی هم به هر حال از مصاحبت و استادی آقای دکتر سرکاراتی برخوردار بودن. دکتر سرکاراتی میدونید که رساله شو درباره سه یسن 28 و 29 و 30 اگر اشتباه نکنم نوشتم، و اینو من یه موقعی خوندم، بله بگم میکنم همین سه یسن، و بعدا البته نمیدونم چه شیر پای خورده اینو دوزید این رفای نامه دکتر سرکاراتی رو از دانشکده. ولی ایشون هم همین شیوه، یعنی شیوهی که در نوشته های دیگه شون هم هست، جستجوی بسیار جزئی در منابعی که غربیان درباره اینا نوشتن، درباره اون موضوع مطالعه نوشتن. و گرچه به نظرم میاد که در اون زمانی که اینو نوشتن و کم سن و سال بودن، اصالت زیادی در اون نوشته نیست، در اون رساله دکتری. ولی به هر حال در مورد ایران اگر به همون شیوه اوستا ترجمه میشد در ایران، بله اون میشد بگیم که جای کار پورداوود رو میگیریم. از اون که بگذاریم به نظرم میاد که نه، پورداوود سر جای خودش.
یه صحبتی شد از مرحوم تقی‌زاده و اسم پروفسور هنینگ اومد. من اگه اشتباه نکنم در نامه‌هایی که بین این دو نفر رد و بدل میشد، حرف از یک فرهنگ ریشه شناسی زده میشد که بنا بوده هنینگ انجام بده یا در حال انجامش بوده. آیا شما اطلاعی از این دارین؟ والا اطلاع من هم همون قدر است که شما میدونید. اینا رو بعدا یه 15 برگش و مرموم افشار احتمالا در اوراق بازمانده از مرموم تقی‌زاده به دست آورد و در مجله ایران شناسی دانشکده ادبیات چاپ. و هنینگ البته از همون اندکم میشه فرق هنینگ و بقیه رو فهمید. ولی خب هیچی، یعنی به نظرم من اینجوری استنباط میکنم که هنینگ از زیر کار در رفت. در نامه هایی هم که نوشته، در یکی از نامه ها خاطرم هست که میگه هور آدم فقیری بود، برای اینکه به پول برسه زودتر این کار تموم کرد. هور دانشمندی بود که بهتر میتونست فرهنگ ریشه شناسی بنویسه، ولی عجله کرد. من نمیخوام مثل هور عجله کنم، ولی به نظرم به قول آقای دکتر صادقی زه زد زیرش. نمیشم تنهایی ولو هنینگ هم باشی تنهایی این کار نمیشد کرد. من به نظرم میاد که هنینگ خب کار بیش از اینی که هست پیش برده بود و نمیدونم از اون حالا خبری پیدا بشه نشه، اثری از اون پیدا بشه غیر از اون 15 صفحه یا حدود 15 صفحه که یاد من هست، ولی گمان میکنم که از این کار در رفت. مرسی. استنباط هم میگم در مورد اگر میشه فکر کنم در مورد مینوی در رشته ما در تحقیقاتی که ما انجام میدیم بچه های رشته ما انجام میدن یا دانشجوها کمتر میدونم، اصولا بیشتر بچه های ادبیات به واسطه رشته ادبیات بیشتر آشنا هستن. البته این ضعف است برای بچه های رشته زبان های باستانی. اگر میشه راجع به حوزه تحقیقات مینوی هم یه مقدار کوتاه صحبت بکنید، خط و ربطش به رشته ما و تحقیقات ما چقدر است؟ این مینوی خودشو زیاد نشون نمیده تو این چیزا، یعنی به نظر میرسه که احتیاط میکنه انقدر که حالا من میتونم از مقالاتش داوری کنم یا از حواشیش داوری کنم. معلومه که بلده، در نامه تنسر اینا در چاپ نامه تنسر اینا نشون داده که بلد. و مثلا در نقدی هم که بر هرمزنامه پور داوود نوشته، نمیخواد با پور داوود وارد بحث بشه ولی معلومه که بلده، ولی نمیخواد. و این میدونید که مینوی آدم علامه دانشمندی بوده و تحقیقاتش آدم دقیق و نظری بوده و آدم باسوادی بوده در حوزه های مختلف. اون اوایل خب یه چیزایی از هرتفل ترجمه کرده، از عرض کنم که کریستنسن ترجمه کرده، ولی بعدا مثل این که خودش هم کنده شده از این مطالعات و یه مقداری شاید مثلا باید دنبال تو یادداشتاش عقب این چیزا گشت یا تو چیزایی که افواهی دیگران ازش شنیدن باید دنبال این چیزا گشت یا مثلا در نامه هایی که با هنینگ رد و بدل کرده ممکنه بشه پیدا کرد. این نامه ها اگه پیدا بشه خیلی خوبه. من یه موقعی کنجکاو شدم که بعضی رو هم جمع کردم که این نامه هایی که مطالبی که بین هنینگ و دانشمندان ایرانی رد و بدل شده، اینا بعضی چیزهاست که در نوشتهای دیگر هنینگ نیست و در واقع کسانی که کتاب شناسی هنینگ رو فراهم کردن به این توجه نداشتن. چون میدونید که بویس و گرشویز که یادنامه هنینگ رو در آوردن، اونجا هر چیزی که از هنینگ هست اونجا هست. به چه معنی هر چیزی که هست؟ یعنی مثلا یکی از هنینگ یه چیزی پرسیده تو مقاله خوش تو حاشیه و تو من نه هنینگ شید. اونا رو آوردن، اینا رو نیوردن. من فکر میکنم که تو نامه هایی که با هنینگ به هنینگ نوشته یا جوابی که از هنینگ گرفته میشه دید که اثر اینا در تحقیقات مینوی چقدر زیاده. ولی و بعدم میدونید که خانم مری بویس رو هم در واقع به تشویق هنینگ نامه تنسر رو به انگلیسی ترجمه کرده و به تشویق مینوی
نامه تنسر به انگلیسی ترجمه کرده و عرض کنم برش تعلیقات نوشته. حتما پیش هنینگ چیزای خیلی زیادی بلد بوده، ولی تا اونجا که من حافظم یاری میکنه رو نمیکنه. یه وقتی که به دیگران طعنه میزنه و تیکه میندازه، مثل همین مقالات سه مقاله ای که به اسم الجنون و فنون نوشته، یکیش هست جنون اشتقاق سازی، اونجا معلومه که وارده و ولی احتیاط میکنه، مثل یه محقق واقعی که خب واقعا هم یه محقق حقیقی است. عرض کنم که مینوی احتیاط میکنه و ولی عرض کنم که حافظم یاری نمیکنه که نمونه بیارم که نشون بدم که چقدر اینا رو چقدر ترک کرده بوده این مسائل رو، و یه مقدارش که اینه که ترک کرده بوده و چقدر اینا رو در معلوماتش مونده بوده. ولی خب در مسائل دستوری و در مسائل لغوی که وارد بحث میشه معلومه که وارد، و به نظرم بهتر از بقیه هم بوده. یعنی خودش طوری با اعتماد به نفس از خودش حرف میزن که معلومه خودش بالاتر از اونایی که هم قطاراش بودن در پهلوی آموزی میدونه. استاد یک سوالی راجع به کاری که تغییرزاده در مورد زمان حیات مانی کرد، شما فرمودید بعدم اصلاح شد. آیا بین محققان ایرانی منظورتون کار دکتر سرکاراتی مقالات ایشون است؟ سرکاراتی و ندیدم دیگرانم، بقیه هم دیدم، چون هنینگ اینو منتقل کرده به زبانهای اروپایی، محققان اروپایی هم معمولا حرف تغییرزاده رو تکرار کرده، ولی من یادم نمیاد کسی با دقتی مثل مرحوم سرکاراتی اونو نظر تغییرزاده رو علیه نظر تغییرزاده استدلال کرده باشه. حالا چون اس بردید از نوشته مرحوم سرکاراتی، خوبه که همینجا گریز بزنیم به این بحثای معنوی. ببینید، عرض کردم که این پایهی که تغییرزاده گذاشته پایه خیلی خوبی، و اگه ما ایرونیا مرد میدون بودیم باید اینو خیلی جدیتر میگرفتیم و بهتر جلو میبردیم. سه مقاله‌ای که مرحوم سرکاراتی نوشته به اسم اخبار تاریخی در چی؟ در نوشته های مانویان و در دانشگاه تبریز چاپ شده، در مجله دانشگاه تبریز چاپ شده، این نمونه تحقیق عالی است که یه دانشمندی در سطح جهانی میتونه درباره معنویت در برایش یک مسائلی در دین معنوی بکنه. و من در جوانی که اینو میخوندم مرعوب این نوشته بودم، هنوزم هستم، الانم وقتی بهش رجوع میکنم مرعوب این نوشته. در وقتی جوانتر بودم هر نوشته سرکاراتی رو که میخوندم مرعوبش بودم. الان که خب 20 سال میگذره از اون روزگار که اول بار نوشته او رو خوندم، خب در قبال همه نوشته اونجوری نیستم و فکر میکنم که یه جایی اینجوری باشه بهتره، یه جایی اونجوری باشه بهتره، فلان چیز میشه اصلاح کرد، فلان چیز من نظری دارم. ولی در قبال این اخبار تاریخی در نوشته مانوی من همچنان مرعوبم. اون نوشته نمونه تحقیق عالی، ماننده اون رو ما نکرد، ما ایرانی ها نکرد، و ماننده اون من فکر نمی کنم از اون منظری که اون وارد شده در بین غربی ها هم نظیر باشه. عرض کنم انقدری که من با این مسئله با نبی ها رو سر کار دارم. نوشته های مرحوم دکتر قریب برای شناخت معنویت ایرانی، از جمله به واسطه ترکیبی هم که با فیلولوژی میکنه به معنی محدود فیلولوژی، برای شناخت معنای مخصوصا معنویت شرقی تر، متون پهلوی اشکانی، مخصوصا متون پهلوی اشکانی یه مقدار سغدی که تخصصشون بوده، از اون جهت اهمیت داره. و بعضی نوشته هاشون دقیقه، بعضی نوشته هاشون که آدم واقعا استفاده میکنه، مخصوصا اونایی که فرنگی نوشته. عرض کنم حتی من در نوشته مرحوم دکتر عبور قاسمی هم اون جدیتی رو که در نوشته این دو نفره نمیبینم. یعنی با اینکه مطالب حال جسته گریخته یه چیزایی نوشتن و عمدهش اون چیزیست که البته در شرح عرض کنم
بخش معنوی، فن اون قسمت معنوی، یه ارز کنم الفهرست ابن ندیم آمد از بعض چیزهایی که مثلا در مورد حکمت و اعمال و اینا نوشتن، مقالات، یادداشت‌های کوچیک، مقالات کوچیک چنان شیوه خودشون بود، از اونها میگذرم. به اینا هم درش اون جدیتی نیست که در نوشتای اون دو نفری که اسم بردم هست، با اینکه تحقیقات خوبی است، ولی به نظر میرسه که در مورد حواشی مفصلتر و غنیتری میشده بر الفهرست ابن ندیم نوشت، در بر همون بخش مانوی و بر آیندگانه که به فارسی اینو بنویسن. درست فرنگی ها خیلی چیزها اضافه کردن، ولی بر آیندگانه که به فارسی همچین چیزی بنویسن. بعد از اون راستش من با اینکه استفاده میکنم از بعضی نوشته های استادانمون درباره مانویت، من اون جدیت رو نمیبینم. بیش از همه آقای دکتر اسماعیل پور و بعد از اونم جدیدتر آقای دکتر شوکری فومشی خب مشغول مطالعات معنوی هستن، یه مخصوصا معنویت ایرانی، نه معنویت به طور کلی. عرض کنم آثاری هم پدید آوردن، ترجمه هایی کردن، متن‌های معنوی رو ترجمه کردن، ولی به هر حال اینا سهمشون رو، یعنی دینشون رو تا حدی ادا کردن، ولی مسئله جدی تره. الان من شما پیش از اینکه این گفتگوی من و شما شروع بشه، من با یکی از دوستان عرض میکردم آدم اگر بخواد معنویت رو بشناسه در این مطالعات ایرانی، فکر میکنم سخت در این کار رو داره. یعنی اگر یک کسی از روز اول بشینه مطالعات معنوی رو بخواد طرح تحقیقات خودش بکنه، تا آخر عمرش وقت داره که درباره اینا مطالعه و بعدم وقت کم بیاد. کسی که عقاید گنوسی رو درست نشناسه معنویت نمیشه. کسی که مسیحیت رو درست نشناسه عقاید گنوسی، فرق گنوسی رو درست نمیشناسه. و کسی که میخواد این دوتا رو بشناسه باید یهودیت رو خوب بشناسه و فلسفه دوره یونانی معابی رو خوب بشناسه، یعنی فلسفه رواقی رو خوب بشناسه، فلسفه نو افلاطونی رو خوب بشناسه، فلسفه افلاطونیان میانه رو خوب بشناسه، مهمتر از همه باید خود افلاطون رو خوب بشناسه. اصلا کیهان شناخت معنوی، نه اینکه اینا که من میگم بلد نیستم خودم، میخوام بگم من در شریکم در با این، با همه، با بیراهان فکر میکنم با همه ایرونیا، کسی که تیماوس افلاطون و شروع افلاطون و دیگران بر تیماوس افلاطون رو نشناسه که آن شناخت معنوی رو تقریبا نمیشناسه. و همین به نحو بیشتری در مورد فرق دیگر مثل والنتینوسی و اینا صادقه. اونا رو هم آدم باید بشناسه، اگه نشناسه اصلا این یک عرض کنم که یک شیر بیال و دم اشکمی. حالا این معنویت ایرانی یه بخشیش مطالعات مربوط به شعر و اینجور چیز هست، این البته بخش بی اهمیتی نیست، ولی مثلا ما شعر، ما عطار و مولوی رو که فقط از جهت بلاغی نمیخونیم، که اگه آدم بخواد دنبال شعر خوب باشه احتمالا گزینه چندمش عطاره. کسی که ذوق شعر داشته باشه سعدی رو ول نمیکنه عطار بگیره، عطار مولوی و مثنوی و اینا و بقیه نوشته های اینا فقط از جهت شعریتشون که اهمیت ندارن، اهمیت دیگه دارن. این شعر معنوی هم همین وضع شعر عطار و مولوی رو داره در قبال عرض کنم عقاید عرفانی اینا. حالا معنویت یعنی شعر فقط این نیست دیگه، یعنی یه دین عرفانی است که مثل بقیه دین هایی که درباره صحبت میکنید، درباره یزدان شناختش باید صحبت، درباره کیهان شناخت و انسان شناختش باید صحبت، درباره عرض کنم که اسکاتولوژیش که خیلی مهمه باید صحبت، یعنی درباره کلا سوتریولوژی، در اعتقادات اینو درباره منجی و نجات که اسکاتولوژی که در معنویت مخصوصا، درباره اینا باید صحبت، درباره آداب و مناسک و اینا هم که برای که نسبت به اونا فرعه باید صحبت کرد. و اینا فقط معنویت ایرانی هم که نیست،
شناخت معنویت ایرانی هم بدون معنویت غربی ممکن نیست و شناخت معنویت غربی هم بدون اون مقدماتی که بنده عرض کردم ممکن نیست. بنابراین به نظرم میاد که و بعدم معنویت به یک معنا ایرانیه. ویدنگرن کتابی داره میدونید به اسم عناصر بین النهرینی در معنویت. وقتی که شما میخواید فرق گنوسید رو بشناسید باید با یک کلیت بزرگی بین به اسم عرض کنم فرهنگ دوره یونانی و آبی دوره هلنیستی آشنا باشید که این غیر از یک طرفش که یونانه یه طرفش هم شرقه و این یه طرف شرق یه مقدار زیادش همین بین النهرین. بدون شناخت درست اون هم آدم دست خیلی جا دست بسته است. البته اینا باید تخصصی بشه، یکی این شعبه رو بگیره یکی اون شعبه رو بگیره و هر کسی هم که در معنویت تحقیق کرده لزوما محقق در مثلا زبان پهلوی اشکانی یا سغدی و اینا نبوده. مثلا آنری شارل پوش که یکی از بزرگترین محققان درباره عقاید گنوسی و درباره معنویت حتما در پهلوی و پهلوی اشکانی و عرض کنم که سغدی که سوادی نداشته، اگه میدونسته شاید خیلی خیلی اندک میدونسته و بنابراین حالا از هر کسی هم انتظار نمیشه داشت که در همه اینا مرد زوفنی بشه، نه اینطور نمیشه، ولی به هر حال آدم باید لوازم کار رو پیش از این که وارد کار بشه آماده کنه. اگر یک کسی میگه من این کارم بسیار این اسباب کار اینه، من میتونم بگم که بله من شروع کردم در ایران، حالا این حرف که میخوام بزنم اشکالی هم نداره، به طور کلی اشکال نداره، ولی یه مقداری باعث تنبلی هم میشه. میگه من شروع کردم شما به تو درستش کنی، اسباب کار میخواستم فراهم بکنم فراهم نشد، این بهانه ای که ممکنه بیاره. ولی اینو مثلا اگه 50 سال پیش میگفتیم، 60 سال پیش، 40 سال، 30 سال پیش هم میگفتیم، چون مطالعات در ایران همیشه لاک پشتی پیش میره، من نمیخوام بگم حتی لاک پشتی پیش میره، به نظر من وضع مطالعات در ایران مارپله است، یعنی با پله میری بالا زور میخوری میای پایین. این وضع اگه بخوام تشبیه پیدا کنم، من با تکرار میکنم نمیخوام کار دانشمندان ایرانی رو محققان ایرانی رو بی‌ارزش جلد بدم، ولی به نظرم تاکید زیاد از حد بر این جنبه شعر و شاعری یه مقدار سانتیمانتال کردن مسئله است و به همین خاطر به نظرم میاد که مطالعات اون رمقی رو که باید داشته باشه نداره و به نظر تجدید نظری در شیوه تلقی ما باید ایجاد بشه، در شیوه مواجهه ما با این مطالعات معنوی رو عرض میکنم باید ایجاد بشه تا شاید با یه ذهن بازتری آدم بره سر وقتش متوجه مشکلات این مطالعات بیشتر باشه، مطلب رو به شعر و شاعری تنزل نده و اون وقت یه اتفاقاتی شاید بیفته که مطالعاتی که به نظر من زمینگیر شده، به نظر من مطالعات معنوی در ایران زمینگیره، این یه حرکتی بکنه. خب حالا در زمینه مطالعات معنوی، خب در ایران جز شما هم فهمید دکتر اسماعیل پور یا دکتر شکری اگر کاری هم شده، این دو نفر یا آقای وامقی که یه مقدار کار کرده بودن قبلن، تحقیقات خیلی کوچیکی کرده بودن بعد از مرحوم تقی‌زاده، یا کاری که دکتر سرکارتی راجع به تاریخ حیات مانی کرد کاری تقریبا نشد. حالا سوال من این هست، ما این کارهایی که انجام دادیم مثلا در زمینه ترجمه این متون معنوی، اون دسته از متون معنوی که در دستنامه کتاب بویس هست، این یک ترجمه از این کار دکتر بهار و دکتر اسماعیل پور با مشارکت هم قبلا انجام داده بودن و جدیدا منتشر شده. حالا ما که در زمینه تحقیقات ایرانی میانه، حالا نظر من این هست، در مورد زبانهای ایرانی میانه بهتر هستیم در تحقیقات ایرانی باستان و زبانهای ایرانی باستان، قدر این ترجمه و ارزش این ترجمه چجور هست؟ آیا این ترجمه ترجمه خوبی هست با توجه به دانش ما از زبان ایرانی میانه یا نه؟ عرض کنم که ببینید به نظرم کارشون کردن، یعنی
در بین ترجمه هایی که هست، ترجمه های دکتر ابوالقاسمی بهتر است، ولی کمه. چند نمونه اند وقتی که مد زیاد میشه اون وقت مشکلات بیشتر میشه و باید دید اون موقع مثلا اگر مرحوم دکتر ابوالقاسمی ترجمه میکردن حاصل چی میشه. آقای دکتر اسماعیل پور به هر حال زحمتی کشیدن و طبعا ترجمه هاشون اگه بخوام داوری کنم بهتر از ترجمه های دکتر وامقیه. و میدونید که این متن من خب بعضی متناشو درس دادم و اصلا رو همین کتاب آقای دکتر اسماعیل پور و دکتر بهار درس دادم و شما هم باش حتما خیلی سر کله زدید. میدونید که جای بهبود داره و طبیعی هم هست که داشته باشه. حالا اینجا اشکال نداره، آدم میگه که خب من تا اینجا بردم جلو، شما بعدیا بیان بهبود ببخش. ولی میخوام بگم که ترجمه هایی که از سرودهای پهلوی اشکانی کردن به این خوبی نی، یعنی این بهتره، این متنایی که متن بویس هست بهتره. ولی من حالا میخوام بگم که ما چه محدود به این باشیم، این کاریست. این کار البته این انتشارات کارنامه برداشتی 40 سال، 20 سال، چند سال، 30 سال بهار مرده، 20 و چند سال بهار مرده، 70 چند بهار مرون بهار 72 فوت شدن نه یا بله 20 چندین سال، 20 یه ربع قرن بهار مرده. این کتاب رو نگه داشته انگار که میخواد مثلا چه میدونم یه جلد دوم قرآن رسیده، هر یه چیز عجیب غریب میکنیم باید نگه داره اونجا. خب اگه اون سالا در می اومد این در مطالعات هم موثرتر بود، اون بعدی که اون اومد یه مقدار اینو اصلاح میکرد. عرض کنم که به هر حال اینقدر عقب نمینداخت مطالعه، بعدم کتاب یه چیزی فانتزی کرده و دیگران هم یه مقدار با این کتاب معامله فانتزی بودن میکنن، مخصوصا که اون نشرم در آورده. میخوام بگم که ما مطالعاتمون نباید به این حد، این کتاب کتاب درسی بوده، اسمش ریدره، این کتاب درسیه و برای یه دوره درس خوندن تو کلاس فراهم شده، به نحوی بسیار خوبی هم فراهم شده. یعنی واقعا درسته بعدن حالا یه جای تصحیحاتی کردن، ولی بویس این کتاب رو استادانه در آورده و تعلیقات مختصر موجز خوبی هم نوشته. این کتاب در حد کتاب درسی باید اهمیتش رو قدر در نظر بگیریم، باید کار دیگر کرد. من الان مثلا یک ببینید، شما تا زمان که تو این کتاب از یه جهت میخوام اهمیتش رو بگم، شما تا زمانی که هی درباره معنویت بخونید و تو این متنا نباشید و با این متن سرکله نزده باشید به نحو جدی، مطلب براتون ملموس نیست. مطلب دیگه این که بدون شروع همین مطالب زیاد برای شما ملموس نیست. همین متنایی که درباره کیانشناخت معنویه در همین کتاب بویس چاپ شده و قبلن ارز کنم هنیگان دراز چاپ کردن، اینا بعضی چیزاش بدون شناخته ارز کنم که کیهان شناخته یهودی و مسیحی و یهودی مسیحی و که به گلوسی رسیده نامفهومه. اینا اینجا تعلیقه میخواد، اینجاست که این قدم اول خیلی خوبه. این قدم این اگه مثلا اینو من یه کلمه فرنگی به کار برم، یک سورس بوک کوچیکی اینو حساب کنم، این از این جهت خوب. ولی قدم بعد اینه که اینو با تعلیقات بدون شروع مفصل که چه مقایسه با معنویت عرض کنم، مخصوصا معنویت غربی نه معنویت چین، نه اینکه اون بی اهمیت باشه، مخصوصا مقایسه با معنویت چین معنویت غربی نباشه و مخصوصا به ریشه های اینا توجه نداده باشیم، این مطالعات همینجا در جا میزنه. یعنی من کتاب آقای دکتر اسماعیل پور زحمت کشیدن کتاب ترجمه کردم، بنده قائم مقامی هم میرم درس میدم، تمامش میاد بیرون. قدم بعدی باید زود برداشته بشه، ما خیلی تعلل میکنیم، خیلی کندیم. منتها حالا من میخوام بگم جلوترم بریم، ما یعنی اون عرض کنم فروضی که گفتم برای این مطالعات لازمه، اسبابی که لازمه، اون در مد نظر داشته باشیم و قدم به قدم سعی کنیم به اون نزدیک بشیم. مثلا یک مجموعه متونی
لازمه برای که در آوردن قبلی ها چند تاشو در آوردن. همون کاری که عرض کنم که مرحوم تقی‌زاده به افشار شیرازی سپرده، همون در مورد معنویت غربی متنی که آگوستین نوشته دیگران نوشتن، عرض کنم که معنویتی که عرض کنم مثل تئودور برکونی یا برکونی به قول خود دارم برکونی باید بخونیم اسم این آدم، و عرض کنم که و مانند این متنی که در زد در مثل عرض کنم آکت آرکلای هگمونیوس، اینا رو اینا خب در متنی که در عرض کنم که همین که میگن سورس بوکه، مثل کتاب هارت که درباره گنوسیس نوشته شده، مثل اون کتاب عرض کنم اسمش یادم رفت آلان، مثل کتاب آلان، اینا یک مجموعه متونی است. این مجموعه متون ما شنا این ببینید جاندار میکنه اینا جلو ما. من چون این چرم خودم داشتم یه چیزی درس میدادم، شیوه درسم گفتم عوض کنم، گفتم اول بگم شما مثلا میخوام درباره فلان کس صحبت کنم، شما برید آنچه که درباره این در ردود و عرض کنم که نقض هایی که مسیحیان برای نوشتن بخونی، اون وقت من اینو با توجه به مطالعات جدید، نه سواد خودم نیست سواد غربی است، اینو سعی میکنم شرح کنم. بعد برای خودم دیدم چقدر فرق میکنه مطلب، برای وقتی آدم اونو داره شرح میکنه یا میخونه براش جون میگیره، جلو چشش اصلا جون میگیره و بهتر میفهمه. من به نظرم یه قدم اول اینه که یک مطالعاتی اینجوری بشه، یه مجموعه متون اساسی از متون سغدی و اینا تبدیل بخواد، موضوع بندی منظم میخواد، متون سغدی، پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی یک سورس بوکی فراهم بشه و با شروع موجزی به چاپ برسه. این قدمی است که کار جدی‌تر میکنه، کار بعدی رو احتمالا پایه کارهای بعدی رو فراهمتر میکنه. کتابی که فرمودید، بله من هر کسی که بخونه متوجه میشه که این نیاز به بهبود داره، کما اینکه مطالب خود بویس هم نیاز به اصلاح داره. امروز یه موقع ما با مرحوم دکتر غریب این درس ها رو میخوندیم، اون موقع من فهمیدم، من خب بچه سال بودیم اون موقع یا جوان بودیم، غریب اینا رو بعد وقت طوری اونجا من فهمیدم که غریب چه فیلولوگی توانایی است در بعضی چیزا، چقدر خوب و قشنگ شرح میکنه. و مثلا وقتی ممکن بود بگیم بویس اینجوری گفته یا ممکنه بود نگیم و خودمون مقایسه کنیم و اون وقت سبک سنگین کنیم ببین چقدر برتری داره. خود بویس هم در نوشتش اشکالی است، منتها اون دیگر کارهای دکتر اسماعیل پور خیلی به سمت شاعری رفته، چون خودشون هم شاعر هستن. این من اینو البته چیزی نمیخوام بگم چیزی بدیه، ولی اینم این زیبایی شناسی متون معنوی و توجه به مثلا به صور خیال، توجه به جنبه های بلاغی این متن‌ها، اینم یه کاریه و اون کار تو ترجمه هم خودش رو ممکن نشون نمیده، که طبعا نشون نمیده، طبیعت ترجمه اینه. بنابراین نقطه ثقل جایی که نباید باشه هست الان. ولی خب اگه بخوام به پرسش شما جواب بدم، به خودتونم بهتر میدونید که این ترجمه ها نیازمند بازنگری هست. اگه من هم این کار میکردم همین بود. این امر طبیعی است. ممنونم استاد. حالا که بحث شد راجع به معنویت صحبت کردیم، تقریبا در مورد جنبه های مختلف اشکاستی هاش صحبت کردیم و اینکه چجوری باید تحقیق بشه از این باید، حالا قبلتر این بحثی راجع به اوستا کردیم و تحقیقاتی که دکتر مولایی مثلا انجام دادن، اگر میشه راجع به تحقیقات اوستایی حالا صحبت بکنیم. این تحقیقات در ایران در کجای کار هست؟ چه کسانی در این زمینه تحقیق میکنن و در این زمینه چه کارهایی باید انجام بشه که نشده و اگر کارهایی که انجام شده چگونه باید بهتر بشن؟ بله، ما در قرن 19 اگر بخوام ساده جواب بدم، ما در تحقیقات اوستایی در قرن 19 هست. یعنی ببینید حقیقتش اینه که اینم بینم به گردن مثلا امثال منی، اون کسی که باید کارشو بکنه کرده، پول داوود کارشو کرده،
بعد از پور داوود میدونید که این استادان ما هم به ما گفتن که این شیوهی که در تدریس اوستا هست شیوهی است که مرحوم دکتر ابوالقاسمی باب کرده و در واقع خودش به یه معنا بنیانگذار اونه، اونم لابد از استادان غربیش این شیوه رو آموخته بود. ولی خب این مطالعات اوستایی حتما صاحب بنیه قوی تری کرده بود. ولی عرض کنم که ما ببین اونا با سرعت زیاد پیش میرن و ما درجا میزنیم. منی که معلم اوستا هستم در خیلی چیزا میلنگم، مثلا دانش من در سانسکریت اندک. عرض کنم که دوستان میگن صدای من ضعیفه، شما هم صدای من ضعیف میشنوید؟ نه من واضح میشنوم. نه ولی من یه مقدار نزدیکتر میام. عرض کنم که مرحوم دکتر ابوالقاسمی یه کارایی کرد، من تو شیوه ایشون شیوه معلمی بوده، مطالب رو ساده کردن برای شاگردان خودشون و این تا یه جای جواب بود، برای درس دادن به مبتدیان جواب بود، از اون به بعد باید کار دیگر کرد. مرحوم ببخشید دیگران از درگذشتگان من یادم نمیاد که کسی کار جدی کرده باشه غیر از همون چیزی که از آقای از مرحوم دکتر سرکاراتی اسم بردم. عرض کنم آقای دکتر راشد به نظر من کارای عرض کنم چی میگن متعادل بالانس خوبی کرد، یعنی این چیزی که مثلا در واقع سروشیش نوشتن کتاب خوبیه، کتاب خوندنیه. عرض کنم که حالا دستور زبانی که در گذشته نوشتم خب به اقتضای اینکه جامعه بر جامعه ایران نوشته شده دستور ساده ای الان بهتر شد. این دستور البته من با جزئیات نتونستم بخونم ولی این دستور حتما خیلی بهبود پیدا کرده. و بعدم اون از دو استادی که اسپردم به نظرم الان اگه شما یادآوری بفرمایید کار شاخصی شده یادآوری بفرمایید، من به نظرم که میاد که کارهای خانم دکتر میرفخرایی و آقای دکتر مولایی اولویت داره، یعنی برتری داره نسبت به کارهای دیگره. استاد حالا اگر شما خاطرتون هست بفرمایید. ببخشید استاد من یک سوالی میخوام این وسط بپرسم، چون فرمودید کار دکتر راشد مثلا کار متعادلی در زمینه مثلا سروشی است، ایشون تمایل دارن که اوستا رو با کمک زن بفهمن، در کاراشون این واضحه، یعنی در یادداشتاشون از زند استفاده میکنن و این یک رویکردیه که بعضی از اوستاشناسان بعضی از مکاتب اوستاشناسی داشتن. آیا شما خودتون به عنوان کسی که اوستا رو تدریس میکنید در دانشگاه شما به این رویکرد بیشتر متمایلید یا رویکردی که دانش هندو ایرانی از دانش هندو ایرانی استفاده کنید برای فهم اوستا؟ من به نظرم زند جای خودشه، زن اگر احیانا کمکی هم بکنه حالا به کمک جزئی میکنه ولی جای خودش. اون مطالعات مربوط به زن باید یه شعبه جدایی برای خودش براش باز کنی و شما به هر حال این چیزها رو خوندید و درس هم گفتید. ببینید این آقایون که بعضی رو اسپوردیم مثل آقای هلموت هومباخ مثل آقای جان کلنز و اینا درسته که در مطالعات سانسکریت چیز نمی نویسن یا اگه نوشته باشن کم نوشتن، یه چیزهای قبلا نوشتن البته. اینا سانسکریت یعنی وداشناسان به دردخوری هم هستن، یعنی در سانسکریت دارن درجه یک هستن، منتها چون تخصصشون اوستاست در این موارد غالبا می نویسن و اندک نوشتن. اساسا کسی که سانسکریت ندونه به نظرم اوستا درس دادنش مثل بنده بازیگوشیه و زن یه مرحله ثانویست بنه، یه مرحله ایست که ممکنه کمک بکنه و به نظرم برای خودش باید اعتبار جداگانه براش چیز کرد. الان هم قائل شد، الان هم غربی ها مثل این که گرایشی پیدا کردن که این متون زن رو در بارشون متن کتاب های جدید بنویسن، نوشته های جدید بنویسن. و در ایران هم من فکر نمی کنم کسی بهتر از خانم دکتر میرفخرایی متن رو بفهمه. شما با اینا سرکله زدید، منم با اینا مقدار سرکله زدم، میفهمید که میدونید که با یه عالم دیگه ای روبرو میشید، با یه متن عادی پهلوی روبرو نمیشید. ولی خب اگه به جواب شما رو بخوام بدم، این که به نظر من اون
اون کار، اون دانستن سانسکریت و عرض کنم که یه مقداری هند اروپایی اگه آدم خوب بدونه که چه بهتر، اون اولویته. و بعد با اوستا سرکله زدن از جهات مختلف. اوستا مرحله اصلی اینه که ببینیم چی توشه، ولی یه کار فیلولوگ اینه که جزئیات و ظرایف این زبان رو از همه جهت بررسی کنیم. و دستورهایی که ما در فارسی نوشتیم، البته عرض بکنم دستور آقای دکتر راشد باید در جزئیاتش وارد بشن، اینا چون به قصد معلمی در ایران نوشته شده، گاهی آگاهانه ساده کردن مثلا جایش هم که آگاهانه ساده کردن نیست، یعنی خود به خود ساده شده، به خاطر اینه که ما عقب مونده ایم در این مطالعه. هر روز یه چیز جدیدی درباره یه لفظی، درباره یه مسئله آوایی، درباره یه فعلی نوشته میشه و آدم باید اینا رو مدام پیگیری کنه تا ببینه که و جمع کنه و بعد در نوشتن یک کتاب‌های درسی از اینها استفاده کنه. اگه به نظرم میاد که اگه میخواد یه تکونی بخوره، در وهله اول یه چند تا کتاب درسی خوب باید نوشته بشه، که این کتاب درسی در وهله اول دستور و آواشناسی رو که میشونیم آواشناسی هم ذیل همون دستور حساب کنید، اینو خوب با جزئیات و به زبان ساده ببینید. الان ممکنه که عرض کنم که برای کتاب کار هوفمان و عرض کنم که فورسمان در دسترس بچه ها هست و تا اونجایی هم که ممکنه بعضی توانایی داشتن ازش استفاده بکنن، ولی استفاده از این آسون نیست و تا زمانی که اینا رو آدم به فارسی نخونه و خیلی اینجوری پیش میاد، اینا رو به فارسی نخونه در ذهن جاگیر نمیشه، خوب جاگیر نمیشه. اینا رو باید با جزئیات و با امثله و شواهد خوب در یک کتاب دستور خوب فراهم کرد، بعد از اون باید یک تکستبوکی فراهم کرد، یک مجموعه متونی فراهم کرد با شروح موجز از اوستا، و بعد هر کسی که توانایی اینو داره شروع کنه متنایی که فکر میکنه که بهتره، مثل هم شیوهی که آقای دکتر مولایی پیش گرفت، متنایی که فکر میکنه درش تبحر بیشتری داره با کمک متحقات جدید فرنگی، اینا رو به فارسی شرح کنه و از هیچ منبع مهمی جدید و قدیم فروگذار نکنه و به تمام اینها رجوع کنه تا بتونه یه شرح خوب مستوفا بر اینا بنویسه و بعدن و آنالیتیک با تمامی جزئیات در اینا وارد بشه و بعدن شاید مثلا در عمر ما که کفاف نمیده موقع یه سنتزی برسه، بتونه آدم یه ترجمه یک جا مثل ترجمه لوکوک از اوستا به دست بده. ببینید برای مملکت ایران زشته که این آدم خودشو عرض کنم متولی این چیزا میدونه، ولی در اون همون چیز از همه عقب مونده تره. ما هر روز عرض کنم که حالا بخوام گله بکنم، هر روز عرض و طول فرهنگ ایران رو گز میکنیم، میگیم نمیدونم طولش اینقدره، عرضش از مدیترانه است مثلا تا چینه، بعد به این تظاهرات فرهنگ مظاهر فرهنگ ایرانی هیچ توجهی هم نداریم و منتظریم دستمون چشمون به عرض کنم قلم و دهن غربی هاست تا ببینیم از دهن اونا چی میاد بیرون و از این قلمشون چی میاد بیرون. حالا من برگردم به پرسش شما، چی کار کردیم؟ باز عرض میکنم پور داوود کار خودشو کرد، بعد از اون مرحوم دکتر ابوالقاسم پایه خوبی گذاشت، شاگردان ایشون تا اونجایی که از خودشون استفاده کردن یا بعدن به ایران از ایران خارج شدن مثل آقای دکتر راشد اینا و از استادان غربی بهره مند شدن، کوشششون کردن و اینو به ما سپردن. منتها باز در اینجا من تاکید میکنم که ما لوازم کار رو جدی نگرفتیم، اسباب کار رو چنان که باید فراهم نکردیم. اولا باید به چند زبان امروزین دنیا آدم تسلط داشت، نگم تسلط داشت باشه، بتونه از منابعش استفاده کنه. ثانیاً مطالعات به طور جدی از زمانی که بارتولومه و گلدنر، نمیخوام قبلی ها اینقدر شاید مثلا هاگ و اینا اینقدر اهمیت نداره، از زمانی که بارتولومه و گلدنر مطالعات آریایی و نمیدونم گرونز ریس رو نوشتن،
اینا رو با جدیت و با علاقه، با همون شور علاقه‌ای که در پور داوود بوده، منتها دقیق تر از اون، چون اون که نمیتونسته از این جزئیات مسائل گروندریس و اینا استفاده کنه، با همون شور ولی با دقت بیشتر، یه بار دیگه با باز همون تجدید نظری که عرض کرد در تلقیمون یه تجدید نظری کنیم، یه بار دیگه اینا اساساً بخونیم و بتونیم کتاب های درسی خوب فراهم کنیم و بعد بچه همون آماده کنیم برای مراحل قدم های بعد. قدم های بعدی هم در ایران فعلا به دست برداشتنی نیست. باید رفت مثل شما که حال تشریف بردید، باید رفت اونجا، رفت یه چیزیست که اونجاست، یعنی بدون آموختن از اونا نمیشه. این چیزیست که عرض کنم که من مرحوم دکتر ابوالقاسمی و استادان دیگر در گذشته متوجهش بودن، کسانی رو که فرستادن آلمان یه دروسی بخونن، مثل محلقا صمدی که رفت خوارزمی بخونه، یا آقای دهخان که اوستا بخونه، یا هر زهرا طرف، چند نفری که از طرف بنیاد فرهنگ ایران رفته بودن آلمان، به قصد این بود که این مطالعات یه خود ترقی بدن به واسطه علم آموزی که از محققان غربی، از دانشمندان غربی میکنن، زدن ترکوندن بعد از انقلاب همه چیز رو، و این رشته در واقع در این موضوع زمینگیر شده. یعنی ما اون چیزی که معلمانمون به ما یاد دادن هی تکرار کردیم. ممکنه حالا در این چند سال یه مقدار ترقی کرده باشه این درس دادن اوستا و فلان اینا، به نظرم اینطوری مال شما باید داوری بکنید، ولی هنری نکردیم، باید این کار میکردیم. اگه یه ذرم ترقی کرده ما کاری نکردیم، یعنی یعنی کمتر وظیفه‌ای بوده که به بدترین وقت که به نظرم عرض کنم که انجام داد. خب چیزی که الان مصد به نظر من میرسه، خب تلاشایی میشه برای اینکه ما دانشمون رو از مثلا زبان‌های ایران باستان مثلا اوستا بیشتر کنیم. شما مثلا میبینم که سر کلاساتون از تحقیقات جدید استفاده میکنین، از کار لوپمن استفاده میکنین، از کارهای کلنز استفاده میکنین، اینسل و دیگران، حالا تو زمینه‌های مختلف، ولی این محدود به یک کلاس یا دو کلاس اگر باشه که اون تأثیر میذاره خیلی کمتر است. خب شما یادمه که بهم گفتین که مقالاتی نوشته شده در زمینه تاریخچه مطالعات اوستایی، مثلا کلنز و اینسل نوشتن. خب به نظر میرسه اگر همچین کارهای اولا ترجمه و شناسونده بشه، ثانیا کارهای مهمی که تا الان در زمینه اوستا انجام شده، نمیدونم کارهایی که کلنس کرده، گرامرهایی که نوشتن، گرامرهای جدیدتری که نوشتن، مثل امثال بیکس مثلا بر باهان نوشته، یا اینکه تحقیقات خیلی گسترده امثال هینسه مثلا در یا هومباخ در بخشهای مختلف اوستا با یادداشتهای خیلی سودمند کرده. همه اینا هم گرایش دارن به همون مسائل هندو ایرانی، یعنی از دریچه هندو ایرانی وارد اوستا میشه. اینها کی باید ترجمه بشه، کجا باید ترجمه بشه، کی باید بالا سر کار باشه، کی باید این اتفاق بیفته؟ خب اشکالات رو شما فرمودید، کی باید نظارت کنه، کدوم دانشگاه، کدوم دانشکده، کدوم استاد. بعد ثانیا ما الان خودمون تو ایران اگر نگاه بکنید، ما در ارشد فرهنگ و زبان باستانی که درس سانسکریت نداریم جز دانشگاه تهران، خب بچه ها اصلا با سانسکریت آشنا نیستن، بعد میان دکتری میخونن مثلا دو درس سه درس نهایتا سانسکریت برای بخونن، و در این حد هم آشنایی با سانسکریت برای دانشجوی دکتری به نظر من کافی نیست. خب یعنی اینکه ما در این زمینه هم انگار عقب هستیم، جز اینکه از تحقیقات خیلی عقبیم، درس‌های دانشگاهیمون این واحد هایی هم که ارائه میشه انگار باید اصلاح بشه. حالا کار در قدم اول کار کجا باید انجام بشه؟ آیا شما اساتید باید دور هم بشینید یک برنامه مدون کنید و تغییری بدید در رویه کار، یا اینکه نه همچین امکانی اصلا در ایران فراهم نیست و هر کسی جست و گریخته باید کار خودش رو بکنه؟ بله آقای محمد، ببین مسئله خیلی همین، شما خودتون جواب دادید به یک معنا. مطلب اینه که جسته گریخته به جایی نمیرسه. این کار طرح و برنامه میخواد، نظام، یک پروژه چند ساله میخواد که به واسطه اینکه ما عقبیم با
باید با دقت هم طراحی بشه، یه بخشش ترجمه باشه، یه بخشش کتابهای درسی باشه، یه بخشش اون مثل اون چیزی که من برای طرح گروه ریختم ولی عملا به جایی نمیرسه. چرا نمیرسه؟ به خاطر اینکه ببینید در دانشگاه ایران که همه کسی که شما نمیشه، که دست سازمان سنجشی 10 نفر میاد معلوم چند تاش به درد بخوره. البته همیشه دانشجو مستعد بوده و در آینده هم خواهد بود و مخصوصا این سالهای اخیر شما دیدید که چند نفر خیلی خیلی زبده و باهوش لاقل در دانشگاه تهران، چند نفر عالی که اگه اینا راهشون رو پیدا کنن و عرض کنم که پرتی نداشته باشه زندگی علمیشون، اینا کارهای خیلی مفید میتونن در آینده بکنن به واسطه استعدادی که دارن. منتها در وهله اول همین طرح و برنامه است. باید یک گروهی باشند. ببینید مؤسسات یه مقدار اینجوری هست کنم. اول یه جواب به اون پرسش شما در مورد کارهای هینسه و عرض کنم که کلینز و دوشنگیمن اینا من بگم. این مجموعه مقالاتی است که خدمت شما عرض کردم و من فکر میکنم و یک کلیدی زدم و فکر میکنم که به زودی اینو شروع بکنم. یک چی میگن به آلمانی میگن شتاندر فروشون، وضع مطالعات یا تاریخچه مطالعات، و یه وضع مطالعاتی است، یه تاریخچه مطالعات که اینا هر چند سال یک آدم زبده ای نوشته. در وهله اول دوشنگیمن نوشته، بعد کلنز در دو سه شماره ادامه داده، الان خانم هینسه ادامه داده، همین رو در مورد فارسی باستان میشه دید. مایهوفر نوشته، بعد رودی گرشپید نوشته، من تا اونجا، و یه مقدار گزاو یا ترامبله نوشته، اون کسی که مرحوم شد همین چند سال پیش، و حدود 10-15 تا مقاله میشه که اگه اینا رو ترجمه کنه آدم، ببین معلم میتونه اینا رو ترجمه بخونه برای خودش، و وقتی اینا رو آدم بخونه نبض مطالعات تو دستش. ولی خوبه که اینا به فارسی ترجمه بشه که علاوه بر اینکه اون نبض و دست دیگری هم میدن، جدیت مطالعات جلو چش ما بیاد. یعنی فکر نکنیم که فکر نکنیم همچنان در قرن 19 هم هستیم. چون آدم میاد یه شما هم که فرمودید دو سال سه سال اینجاییم، آدم چیزای جدید یاد میگیره، فکر میکنه شرق القمر کرده، و اینا رو میره به بچه های مردم یاد میده و اونا هم به بچه های بعدی یاد میدن، مثل دیگران که به من یاد دادن، من به دیگران یاد دادم. در ایران این موهی این باطله، یه چیز دور باطله، یه سیکلی گرفتاریم توش و جهشی نداره مطالعات. حالا چیکار کنیم که یه جهشی پیدا کنیم؟ یک گروهی که توانایی تحقیق دقیق نداره ولی در این حال مطالب ارز کنم، در حالا چون بحث اوستاست، اوستا و اینا رو اجمالا میشناسن، اینا باید بشنن اینا رو ترجمه کنن و یک نفری هم یا چند نفری هم که توانایی بیشتری داره اینا رو ادیت کنن، و اینا در ولو این که چاپ عمومی هم نشه در دسترس شاگردان قرار بگیره. اگه مثلا 100 تام چاپ میشه تو دانشگاه در دسترس قرار بگیره. و ولی اون ترجمه های در عرض کنم کتاب های دستور و مستور اینا دیگه نمیشه ترجمه کرد. یا مثلا شروح کلنز بر این متنای مثل یسنا و اینا نوشته، اینا نمیشه ترجمه کرد، اون مخاطب نداره. در حد محدود باید در دانشگاه اونا رو به دانشجویان تفهیم کرد، تا یه جایی باید اینا رو تفهیم کرد و بعد دیگه قطع چکونی هم نباید باشه. یعنی به بیمار یا به بچه نباید تا آخر اون همینجور با قاشق چای خوری غذا داد. این باید یه زمان دیگه که خودشو تکون بده. یعنی یه جوهر استعداد ذاتی هم در بچه ها باید باشه که اینا خودشون تکون بده. بنابراین یه مقدار اصلی به عهده معلم است. به نظر من عهده دانشگاه که طرح و برنامه، یعنی گروه من عرض میکنم، حالا دانشگاه بگه من سپردم به شما 4-5 نفر، 4 نفر هر کار میتونید بکنید. این 4 نفر و 5 نفر که یکیش من هستم،
یا در دانشگاه دیگه استادانی که هستن، اگه بنده کفایتی داشته باشم باید بتونم یه طرح برنامه منظمی بریزم و ضمناً باید ابزارم دستم باشه که در این طرح برنامه این رساله ها که نوشته میشه، تزای دکتری که نوشته میشه، اینا در واقع کمکن برای اون گروه و طرحی که مثلا اگر یه گروه یک طرح 5 ساله داره، یه مقدار زیادیشو همین تزای دکتری با جلو بود. منتها در دانشگاه یکی میاد میخواد از حسین کرد شبستری بنویسه، یکی میخواد درباره نمیدونم اوستا بنویسه، یکی درباره نمیدونم پهلویات سفینه تبریز بنویسه. این ببخشید چوخی کرد این ببین این برایند و نتیجه آنچنانی نداره. دانشگاه باید یا یک گروه باید انقدر توانایی داشته باشه در پیش برد این طرح، ولو اینکه الان که همچون طرح خوبی نوشته هم نشد، ولو اینکه یک طرح خوبی نوشته شده باشه که با جزئیات خوب نوشته شده باشه، اون وقت ابزار دست. ببینید من الان میگم باید ترجمه کنم، من حاضرم اگر 2 نفر کمکم باشه اون چیزایی که عرض کردم که شروع هم کردم ترجمه کنم و اون به نظرم میاد که در مطالعات موثر بود، ولی اون کمک من کجاست؟ ضمناً خود شخص بنده رو عرض میکنم، من چقدر نیرو دارم؟ من یه آدمی هم با علاقه مختلف که بعضش در همین حرف هم خودش نشون میده و اگه میتونم 5 تا آدم مستعد رو کمک کنم که اینا خودشون ترقی بدن و بعد راه خودشون رو پیدا کنن برن. منتها دانشگاه تا چه اندازه برای من نیرو میذاره؟ مؤسسات پژوهشی ما وظیفه مؤسسات آموزشی ما مثل دانشگاه تبدیل شدن به مؤسساتی برای تولید مقاله، بیش از اینم مقاله در یه مملکت عقب افتاده مثل ایران در درجه چند دوم باید باشه. کتاب خوب، کتاب درسی خوب، کتاب تحقیقی خوب نوشته نمیشه. مدام مقالات جزئی که باید بر اساس یک کلیاتی استوار باشه، اون کلیات موجود نیست، ولی اینکه یه چیزی خوبی هم از توش در بیاد، اون به هوش طرف رفت داره، به استعداد جوهر خود طرف رفت داره، وگرنه این چیزا بنیش فراهم نیست در ایران. ببین من الان یه مثال بزنم برای اینکه مشهود باشه. ممکنه یک کسی یک مطلب خوبی درباره یک بخشی از شاهنامه بنویسه و شاهنامه رو نخونده باشه، این حاصل ممکنه برای خواننده بیرونی خوب باشه، ولی برای اون فرد اون باید خودش شرم کنه از نوشته خود که همچو چیزی نوشته. و وضع ما اینه، نوشتن مقالات که بنابر تعریف موضوعش جزئیاته بدون اینکه اون کلیات فراهم باشه. بنابراین ما وظیفه معلمی اینه که اون کلیات رو در وهله اول فراهم کنیم، ولی دانشگاه دست گذاشته این بیخ خر ما و فشار میده میگه مقاله بنویس. من شهد الله هیچ علاقه به نوشتن نداشتم تا زمانی که مجبور شدم، هنوزم والا علاقه ندارم. آدم وقتی که میتونه، وقتی که صرف نوشتن میکنه، خب وقت صرف خوندن یک کتاب میکنه دیگه. و برای معلم اون چی که اهمیت داره اینه که بیشتر بخونه و این امکان دانشگاه از ما بسته. حالا این بار ممکنه که امکان از ما گرفته یا تا حدی گرفته، به خاطر این میگم تا حدی گرفته، به خاطر این من یا ماننده من که علامه که نیستیم، با کوشش زیاد ممکنه یه چیزی کوچیکی به دستمون بیاد و این نیروی ذهنی میخواد و نیروی جسمی میخواد و اینو از کجا آدم بیاد و فراغت میخواد. این فراغت آدم از کجا بیاد؟ من به نظرم یه مقداری این سیاست دانشگاه، این سیاست دانشگاهی که دانش گروه ها رو تبدیل کرده موتور مقاله سازی برای ارتقای دانشگاه و بعضی هم بدبختانه، نمیخوام به گروه ما بگم، این مرض عام نیست، بعضی هم از این آب گلالود ماهی میگیرن و دانشجویان رو استثمار میکنن و دانشجویان تبدیل شدن به موتور مقاله سازی برای حضرات. عرض کنم که حالا این مؤسسات پژوهشی ممکنه که بتونن این نقص رو جبران کنن،
مؤسسات پژوهشی هم تبدیل کردن عملا به مؤسسات آموزش. مثلا در مورد رشته ما پژوهشگاه علوم انسانی به مؤسسه پژوهشی، و شما برید به یه استاد که اونجا هم تبدیل کردید به مؤسسه آموزشی، میگید که آقای استاد شما خانلری موقعی که اونجا رو درست کرده، میگن در خطابش گفته که من شما رو اینجا درست کردم اینجا پژوهش کنی. حالا یادم نیست آنچه که در خطابش گفته، مرحوم دکتر عواسینی در یکی از سخنرانیاش مطلب دکتر خانلری نقل کرد، اونجا تبدیل کردن به برها نیم پژوهش نیم آموزش. استاد باید بره در هفته اینقدر درس بده، بعد میگن در سال شما باید یه طرح رو به فرجام برسونید، اگر به فرجام نرسوندید حالا میتونید تمدیدش کنید. خب حالا چی شده؟ من حاصل عرض میکنم، ببخشید ممکن به بعضی از دوستان بر بخوره، در گذشته یه کارایی بود که اصالت داشت، حقیقتا اصالت داشت. مثال میزن این روایت پهلوی دکتر میرفخرایی اصالتی عرض کنم که شایست نشایست خانم دکتر مزداپور اصالتی بود، گزیده های زاد اسپرم عرض کنم آقای دکتر راشد اصالت بود. بعدا این اصالت ازش نمیگم گرفته شد، کمرنگ شد، به کلی کمرنگ شد. شما یک کتابی اونجا پیدا کنید که نمونه نداشته باشه. این تحقیق نمیخوام بگم این کارا بیارزشه، این کارا خیلی هم برای جامعه فارسی زبان ممکنه که از برعاقل برای دانشجویان از بعض جهات مفید باشه، ولی این اوریجینالیته این مؤسسه رو ازش گرفتن به واسطه سیاست های قبل. یه دکونی با کردن نقد کتاب، همه میرن نقد کتاب میکنن، 5 تا مجله نقد کتاب، هر وقت میری پژوهشگاه یه 20 تا این اعلان ها زدن که نقد، آقا نقد کتاب حد بعد تو اینا نقد کتاب درست نوشته میشه. من یکی از تفریحاتم اینه که نقدای فرنگیار بکنم. حالا من خودم آدم و بدنامی هم در نقد نوشتم، همچین مثال خوبی نیستم، ولی که آقا اصلا این خبران این چه بازاریه؟ و بعدم این نقدای 2 کیلومتری، یعنی نقد 2 کیلومتری اصلا به چه درد میخوره؟ تو به چه کار خودتو بکن. ریویوهایی که فرنگیار نوشتن بخونید در همین مجلات معتبرشون، بعض وقت یه صفحه، بعض وقت 2 صفحه، گاهیش 5 صفحه، 6 صفحه، البته یه ریویو آرتیکلی هم هست که ممکنه 20 صفحه، 30 صفحه بشه، بستگی به اهمیتی داره که اون کتاب داشته باشه. ولی نگاه کنید نقد نوشتن رو، نقدای من بعض وقت نقدای پاول تیمر رو میخونم، اصلا حرف خودشو میزنه، میبینی اون هسته اصلی مطلب کتاب رو گرفته و بعداً تدقیقاتی میکنه در همون 6-7 صفحه‌ای که مینویسه و نظر شخصی خودشو میگه بدون اینکه بخواد وارد جزئیات بشه، چون در اون 6 صفحه اختزا نمیکنه. خب اون نقده، و بعدش هم اگه خواست کسی رفت که خواست میره کتابو میخونه دیگه، اون کتابی که تیمه نقد نوشته اهمیت داشته که نقد نوشته دیگه، میره خود کتابو میخونه و بعد کار خودشو میکنه. ما کار خودمون رو نمیکنیم و من اینو میندازم به گردن 2 تا چیز، بی برنامگی ما که مقصرش یکی مثل منه، دوم شیوه بعدی که در دانشگاه باب شده و دانشگاه رو تبدیل کرده به بنگاه مقاله سازی. اونم چه مقاله؟ آقا اصلا این چیزا یه تکونی میخوره، اصلا شما دیدی این مقالات ما یه تکونی به علم فیلولوژی ایرانی داده باشه؟ البته نادر به ندرت همچین اتفاق میفته، اگه نیفتید با سرمون بزنید بمیرید، ولی چقدر حرکت حلزونی و یه وقتایی مارپده ای. یعنی خب اصلا چرا بچه ای که تازه کتاب دست میگیره باید مقاله بنویسه؟ چه الزام؟ تز دکتری فرق میکنه. تز دکتری باید استعداد این داشته باشه که چاپ بشه. در فرنگ مثل این که در بعض مؤسسات اصلا در بعض دانشگاه چاپ میکنه. ولی به بچه فوق لیسانس چرا باید الزام کنیم که مقاله بنویسه؟ یه موقع یادمه یکی از دوستان که شاگرد مرحوم دکتر سرکاراتی بود گفت استاد شما من میخوام یه منبع معرفی میکنید درباره فلان موضوع، میخوام مقاله بنویسم. و این چی سواله؟ میگفت سرکاراتی هم گفت تو غلط کردی میخوای بنویسی. خب این اصلا سواله؟ خب تو کسی این اسباب کار اینه که منبع رو من بشناسم، منابع کارم بشناسم. اگه نمیشناسم پس چه غلطی میکنم؟
تو غلط میکنی، همون حرف خوبی زدی سرکار، خدا رحمتش کنه، تو غلط میکنی میخوای بنویسی. خب حالا من معلم اون بچه رو به کار میگیرم که برام مقاله بنویسه. بنام. خب حالا اینجا دانشگاه ابزار دستم کم داره، در رشته زبانهای باستانی نمیخوام بچه ها ناراحت نشن، ولی همیشه دانشجو خوب نمیاد و این دست معلم رو میبنده. معلم هم تا یه جایی توان داره، یعنی تا یه جایی رو میشه دست یه گروه رو گرفت بود و بعد الهم و فلهم میکنه اون معلم، میگه من دست کیو بگیرم بهتره و شاید هم راه درست این باشه. منتها اینا چند نفرن؟ الحمدلله همم هم که دارن بلند میشن میرن، اینا هم که بلند میرن دست آدم خالی تر میشه، خالی تر میشه. و مثلا اون دو سه نفری هم که میتونستیم مثلا 5 نفر بشینن با هم یک کاری بکنن، اونم اون امکان هم دست آدم گرفته میشه. مؤسسات پژوهشی یه مشکلی داره، چون من در خودم در فرهنگستان کار میکنم، یه مشکلی داره، این مؤسسات اداری اداره میشن نه به عنوان یه مؤسسه تحقیقاتی. یه کسی میره اونجا میگه من از ساعت 1-8 کارت میزنم تا ساعت 3 اونجا هستم، وقتم رو یه جوری پر میکنم. من نمیخوام بدگویی کنم و بگم که همه خدای نکرده اینجوری هم، خیلی با علاقه و جدیت به کارشون میپردن، ولی شما در این مؤسسات دقت بفرمایید، اولا که بعضی علکی رفتن سر کار، بعدم بهشون کار رجوع میدی اصلا بلد نیستن کار بکنن، کار رجوع ندی خب اون جای یکی دیگر رو پر کرد، شما دیدید دیگه. حالا مثال که نمیخوام بزنم، و اداری به کلی اداری، اونا اگه مثلا بهشون بدی مثلا شما بشین جدول حل کن، با اینکه مثلا بشین در گویش های ایران تحقیق کن براش، خب این جدول حل کردن آسان تر ممکن باشه اگه ذهنش یاری کن. اینم این مؤسسات پژوهشیمون هم این مشکل رو دارن. شما نگاه کنید در این فرهنگستان زبان با اون عرض و طول، خب آنچه که میخوام، کاری که میخوام بکنن هدفشون درسته، ولی اون کسی هم که رئیس اون بخشه آدم کار کنی، این هم باید در نظر گیری. شما 8 نفر زیر دستونن که دوتاش میتونی کار کنی، اون رئیست میگه تو 8 نفر کار داری، ولی نمیدونه که دو نفرش توانه ای کار. خب این از اینجا کار گروهی بیرون نمیاد. بنابراین آیا برنامه ریزی درست ممکنه اینجا فشل بمونه و ناکارآمد باشه؟ ممکنه اینطور هم بشه، یعنی یه مقدار زیادی پرتی خواهد داشت، ولی اون که برنامه ریزی درست داشته باشیم. ولی حرف اول من وسط و آخرم اینه که ما برنامه‌ریزی درست نداریم و این به عهده ماست، و دوم این که جوهر در آدم هم باید استعداد و جوهر باشه، اینم یعنی بیمایه فطیره. درست هر کسی ممکنه بگه من دکتر در رشته فلان هستم، ولی یه مشکلی هم که ما در ایران باش مواجهیم اینه که این جوهره همچین همیشه خودشو نشون نمی یا نیست یا خودشو نشونه. نمیدونم تونستم جواب شما رو بدم یا نه. بله ممنون کامل. حرف از مطالعات هسته‌ای شد، یادم افتاد یه کاری هم جدیدن چاپ شده دکتر منشی زاده، گفتین که اگه کسی جا مونده دکتر منشی زاده هم این بخش، یعنی مهریش اون بخشی از مهریش که البته در کتاب درسنامه رایخلت هست اون رو چاپ کردن، ترجمه کردن و در ابتدای یک مقدمه هم راجع مسئله دستوری و در حال گرامر عربستان هم نوشتن. شما منظورتون از این که ما کارهامون باید اینجوری باشه که مسئله دستوری و مسئله گرامری آوایی اینها رو بگیم و بعد کتاب‌های چاپ کنیم با حواشی و توضیحات و یادداشت و اینا، چیزی مثل این کار هست یا؟ والا نمیدونم چیزی مثل این کار،
این کارم به قصد ایران نوشته شده. ببینید ما البته نمیدونم، مخاطبمون رو باید در نظر بگیریم، ولی همیشه این مخاطب رو دست کم نباید. به هر حال شاگردان من خودم بر خودم میگم، 20 سال پیش که من درس خوندم با الان که با شاگردانم مقایسه میکنم، میبینم خوراکی که استادان، نه اینکه استادان من بلد نبودن، اینو نمیخوام بگم، برای مخاطب 20 سال پیش رو در نظر میگم، خوراکی که استادان ما به ما میدادن الان دانشجوی الان و دانشجو خوب الان رو سیر نمیکنه. و کتاب دکتر منشی زاده به نظرم برای مخاطب خیلی خوب نوشته نشد، ولی خب برای کار اون نمیگم نباید باشه، برای مخاطب باید در نظر گرفت، ولی ما به کار بعضی خواهد آمد، به کار بعضی نخواهد آمد، ولی هرچی که به جلو میریم ما باید مخاطب رو جدیتر فرض کنیم، و اونم اگه نمیتونه باید دست و پا بزنه، خودش بکشه بالا. اگر من معلم همیشه یه چیز درس بدم و دانشجوم هم انتظار داشته باشم که همیشه به عرض کنم که به همون محفوظات و معلومات قدیم اکتفا کنه، تکون نمیخوره، کمان که تکون نمیخوره. همین الان هم به نظرم میاد اینجوری که شما فکر میکنم تصدیق میکنم، ما تکون زیادی نمیخوریم، خیلی در این درجه میزنیم. بنابراین به مرور که جلو میریم باید مخاطب رو جدیتر فرض کنیم و کتاب های جدیتر. الان ببینید، الان آقای دکتر رضایی و همکارانشون کمپندیوم رو ترجمه کرد. کمپندیوم هر کسی نمیتونه بخونه. حالا البته ممکنه بگیم که در اون ترجمه یه جایی اشکالاتی هم هست، ولی به هر حال در هر ترجمه ممکن در اون کار سخت به هر حال یه اشکالات اینجوری هست، ولی دانشجوی من که کمپندیوم خوند دیگه رجوع به کتاب نمیدونم جکسون اگر بکنه به ندرت میکنه. این هست دیگه. حالا شما این دانشجو در نظر بگیرید بخواد یک کتاب با همون عرض کنم که معیارهای قرن 19 و اوایل قرن 20 بنویسید، این دیگه طرف شما نخواهد آمد. این هست. و بنابراین این کتابی هم که از آقای دکتر منشی‌زاده اسپوردید، به نظرم مخاطب متوسط رو در نظر گرفت. بله. خب پس در زمینه مطالعات اوستایی اونجوری که شما فرمودید، کسی که کارهاش پیشروتر باشه یا سعیش بر این باشه که با اون کارهایی که غربی ها نوشتن در این زمینه سعی کنه که خودش رو بروزتر بکنه، اونجوری که من فهمیدم دکتر میرفخرایی بیشتر به گرایش دارن به کارهای هومباخ به خاطر اینکه شاگردیش میکردن، دکتر مولایی هم سعی کردن کارها رو اینجوری جلو ببرن، ولی باز همین کارا چون در یک مجموعه کلی نیست، چون ما دانشمون از اوستا و اوستاشناسی و یک پایه درستی حداقل الان نداره، ما عقب هستیم خیلی، این کارها نمیتونه علم ما رو جلو ببره در یک بستر خیلی مشخص در چارچوب مشخصی، کمان که جدا از این مسئله اینها هم باید بهبود پیدا کنن با توجه به چیزهایی که شما فرمودید. اما یه چیز دیگه در زمینه، حالا که حرف از زبانهای ایرانی باستانه، در زمینه مطالعات فارسی باستان هرچند نسبت به اوستا خب فارسی باستان از نظر شواهد خیلی کمتر هست، ولی از نظر اهمیت باید درجه اهمیت خیلی زیادی براش قائل بشیم، بخاطر اینکه از زبانهای ایرانی باستان در مناطق جنوب ایران جز فارسی باستان شاهد، البته در کنار اوستا پرشاهدترین همون فارسی باستان هست. در فارسی باستان از این نظرم خیلی اهمیت داره که خب مادر زبان، مادر بزرگه، بهتر بگیم زبان فارسیه. در زمینه کارهای مربوط به فارسی باستان که خب البته با اوستایی از خیلی جهات قابل مقایسه است، همون چیزایی که فرمودید در مورد اوستایی راجع به فارسی باستان هم صدق میکنم. من تا جایی که یادم میاد فقط کار دکتر مولایی هست که ایشون یک درسنامه مانندی چاپ کردن با همون مقدمات دستوری و یک سری متن نمونه و واژه‌نامه، جز اون
ما کاری فکر میکنم نداشته باشیم و البته کارهایی هم که دیگران کردن در این همه مدت، چون در اوستا خیلی از کارها ترجمه شده یا سری تحقیقات شده در فارسی باستان، اصلا تحقیقاتی هم نه ترجمه شده نه تحقیقات به روزی داریم. من شنیدم دکتر حسن دوست یک طرحی در فرهنگستان دارن، نمیدونم این طرح کی به سرانجام میرسه و کی چه خواهد شد و نمیدونم اصلا چند چونش چجوری هست. در زمین فارسی باستان به نظرتون چه کارهایی باید انجام بدیم؟ والا بله، ببینید کتاب دکتر مولایی هم همونطور که فرمودید درسنامه است. درسنامه هم باید مخاطبش رو در نظر بگیره. همیشه هم نمیتونه، نه در انتخاب متنها باید احتیاط کنه، در بیان مسائل دستوری و آواشناسی و اینجور چیزا باید احتیاط کنه. در فارسی باستان به واسطه هم که فرمودید کورپوسش محدودتره، تسلط بر این آسونتره و این کارهای دیگه میشه کرد. مثلا در مورد عرض کنم که مثلا نحوش، در مورد بعضی کارهایی که بیشتر به حوزه زبانشناسی عمومی مربوطه میشه با همچون کارهایی کرد. و منتها مهمتر از اون اینه که اگه ما یه روزی باید دستور تاریخی خوب فارسی بنویسیم و این فاصله چندین صد ساله‌ای که بین فارسی باستان و فارسی میانه هست، لاقل در متون عرض میکنم، وگرنه اون سیر تحول زبان که سیر مستمر بود، اینا رو با شناخت درست پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی و فارسی باستان، شناخت جزئی، ببینید چون اونجا تسلط بر جزئیاتش خیلی راحت تره نسبت به هست باش، و اینو با اوستا و سانسکریت هم تکمیل کن به سیر تحول. یه بار از فارسی باستان به سمت فارسی باستان و آنچه که ابهام به نظر اون میاد در مسائل دستوری رو سعی کنیم تا اونجایی که این دوتا زبان به هم مربوطن و کورپوس فارسی باستان اجازه میده اینجوری رفت کنیم. این یه بخش مسائل دستوری است، این فارغ از این که البته باید یه دستور منظم فارسی باستان هم نوشته بشه، یه دستوری که فقط درسنامه نباشه، جزئیات رو در همه چیز مد نظر داشته باشه برای خواننده متخصص‌تر. عرض کنم که و بعد مسئله دیگه اینه که این خوندن کتیبه های فارسی باستان ظاهرا هنوز تموم نشده، یعنی با وجود اینکه یک دانشمندانی مثل رودیگر اشمیت و اینا خیلی ترقی دادن خوندن این مطالعات رو، هنوز گویا یه جور دیگه هم میشه خون بعضی عبارات رو و استنباط های جدید کرد. و بعد خب اینا الان من وارد مسائل تاریخ هخامنشیان و اینجور چیزا نمیشم، با همون حیطه خودمون باقی میمونم. عرض کنم دانستن ایلامی و دانستن اکدی و دانستن آرامی حتما به این مطالعات فارسی باستان در یه جهتی، لااقل به یه شعبه از این مطالعاتی که در مورد فارسی باستانه جهت خواهد داد. و منتها بعد وقتی اینه که ما خودمون رو از دانستن این زبان ها معاف کردیم، کمون که از دانستن خیلی چیز خودمون معاف کرد و این آرامی که اسپردم خیلی به خیلی به کار ما خواهد اومد در خیلی مطالعات، ولی ما خودمون رو معاف کردیم و یه مقدارم برای مملکت دست ما رو بسته. یعنی در این گروهی که به فرض 30 واحد درس داره یا کمتر درس داره، آیا اقتضا میکنه که کسی، آدم یه آرامیدانی وارد این گروه کنه و اون فردا بیکار نمونه؟ این چیزا هم هست. من نمیخوام حالا من نمیخوام تو همین مسائل نزدیک به مسائل علمی بمونم و وارد مسائل جنبیش کمتر بشم، ولی به نظرم میاد که به اون شعبه از مطالعات باید توجه کرد. و حالا برای اینکه این نبض اینم دستمون بیاد که چه کاری باید بکنیم، چه کاری کردن، روند مطالعات چی بوده، در فلان مسئله جزئی مطالعات از کجا شروع شده به کجا رسیده، اختلاف آرا از کجاست، تحولی که اتفاق افتاده در آراء محققان از کجاست، باز همون تاریخچه مطالعات که فرمودید که باید ترجمه بشه اون لازم، اون الان موجوده، یعنی مایروفر نوشته و اشمیت نوشته
و من امیدوارم که بتونم اینا رو به سرانجام برسونم. اون به ما احتمالا خواهد گفت که چه باید کرد و چه باید نکرد، ولی چقدر کار تکراری دیگه نباید کرد. میدونید کتاب درسی نوشتن هیچ بد نیست. معلمان به زبان خودشون، ممکنه یه نفر به روسی یه کتاب درسی فارسی باستان بنویسه، یکی به فرانسه بنویسه، یکی به فرانسه چند تا بنویسن، هر معلمی که داره درس میده یه کتاب درسی برای خودش داشته باشه، ولو چاپ هم نکرده باشه، در مقدار اندک در بین دانشجویانش باشه. ولی اینم در مورد فارسی باستان به نظر من باز اول میاد که اول باید کتاب‌های خوب فراهم بشه که بنیه بگیره دیگه اون بنیه کلی که در دانشجو فوق لیسانس لازمه گرفته دیگه، الان دیگه باید کار دیگر کرد و بعد دیگه باید اون مسئله جزئی شد که از جمله بعضی ایرونی هم که در غرب رفتن و از کنم ایلامی و اینا نوشتن یاد گرفتن اینا، خوشبختانه به نظر میرسه که لاغل یک دلیلش همینه که کورپوس فارسی باستان محدوده در این مسائل یه مقدار خبره شدن و میتونن یک چی میگن کانتریبیوشنی به قول فرنگی ها در این مطالعات داشته باشن، مثلا چون در غرب هم هستن خب اینا بیشتر به چشم میاد و امیدوارم اینطور بشه. اون وقت به عبارت دیگه باب مقاله نویسی در مورد فارسی باستان زودتر باز خواهد شد، مقاله خوب نه مقاله کشکی منظورم این نیست، بابش زودتر باز خواهد شد به دلیل اینکه این محدودتر. منتها باید توجه داشت که کلیت اینو، یعنی همون که شما فرمودید مادر بزرگ یا پدر بزرگ زبان فارسی از جهت ارتباطش به فارسی میانه و فارسی خودمون باید مخصوصا اینو، نه مخصوصا ولی یه شعبه این هم اینه که به این باید خیلی توجه بفرمیم، به ظرافتش توجه کنیم و ممکنه که کارهایی هم بتونن زبانشناسا بکنن، نه اون تیپ کارهایی که بعضی کردن که همش غلط و غلوطه، نه، ولی به نظرم زبانشناسا هم اگه وارد مطالعات فارسی باستان بشن چون آسان‌تر فهمش، به نظر اونا میتونن کارهای خوب بکنن. فرزنامه فارسی باستان این رو من اگر اشتباه نکنم، حرف از ترجمه کار را شد، ترجمه رو ترجمه فارسی باستان کنت رو دکتر اوریان انجام دادن، کار کنت رو، و یک کتابی هم دکتر چنگیزی نوشتن، راهنمای زبان فارسی باستان، فکر میکنم درش مسائل دستوری و اینا فکر میکنم توضیح داده شده باشه، من نخوندم هنوز، یعنی ندیدم کتاب، ولی یادم افتاد که همچنان دکتر چنگیزی هم کاری انجام دادن در زمینه فارسی باستان و ربطش با فارسی دری و فارسی امروز ما. خب گفتیم که مثلا میتونه خیلی به نوشتن دستور تاریخی زبان فارسی کمک بکنه. حالا ما همین رو ربط بدیم به مسئله دستور تاریخی، من نمیدونم یک ساعتمون چقدر مونده از چیز اول، چون من اینجوری بیشتر شده محمدی، پس چرا گوشی اینستاگرام قطعش نکرد؟ چون مثلا یک ساعت قطعش میکنه بیمار سیدی من میشه اجازش اول هم این تجربه ها ندارم، ولی انگار نمیتونم، حالا میگن یک رو به شیشه، یعنی وقت ما تقریبا تمامه. جدی؟ چقدر گرم و صحبت شدیم که اصلا نه، پس چجوری اینستاگرام قطعش نکرد؟ خب اگر استاد وقت نداریم، من نمیدونم چقدر وقت داره، چون ما یه رو به دیگه خب راجع به دستور تاریخی یه مقدار صحبت بکنیم، این کاری که دکتر ابوالقاسم کردن کار خیلی خوبی هم هست و چه کار دیگه باید بشه، بعد بقیه مباحث شما همینجا ازتون جلوی دوربین بول میگیرم که میدونم شما دیگه وقتی تمام بشه نمیشه شما رو پیدا کرد، قول میگیرم که راجع به زبانهای ایرانی میانه و زبانهای شرقی کارهایی که شده حتی و برسیم به فارسی. من اصلا نمیتونم داوری کنم، نه چیزهایی که ما انجام دادیم فعلا در حد معمول، مهمتر از اون پهلوی اشکانی و فارسی میانه و بعد فارسی دری، میخوایم راجع به اینا هم صحبت کنیم، امیدوارم که بتونیم در جلسه آتی یک جلسه دوباره با شما هماهنگ کنیم راجع به اینا صحبت کنیم. من قولش رو از شما گرفتم الان، فقط راجع به دستور تاریخی چی مد نظرتون هست؟ یعنی کاری که دکتر ابوالقاسمی انجام دادن خب کار خیلی خوبیه توی زمینه دستور تاریخ زبان فارسی، ما
چی میتونیم اضافه کنیم، به چه جنبه‌ای پرداخته نشده، این رو لطفاً. ببینید یه مشکل ما اینه که مثل من شما که نشستیم حرف میزنیم و فقط حرف میزنیم، کار که نمی کنیم که. این کار عرض کنم که دکتر ابوالقاسمی یک شیوه معلمی داشت، یعنی اون چیزی که برایشون مهمتر بود معلمی بود. مطالبی که مطالب آسونی هم نیست، خوندن و حذف کردن اینها در بین، چه از بین لابلای متون اینا رو استخراج کردن، چه در نوشته های محققان غربی مثل بارتولومه و هنینگ و تدسکو و لنتس و اینا که درباره همین مسائل عرض کنم، چون برجستگی کتاب دکتر قاسمی درباره همین دوره فارسی میان و پهلوی اشکانی فارسیه و مطالب اینا خوندنش هم آسون نیست، به چند زبان آدم باید بخونه، این یه مانع. البته خب ایشون این مانع رو برطرف کرده بودن و مطلب اینه که به اینا رو باید خوند، حذف کرد، به زبان ساده بیان کرد. این کار رو به نحوی کردن که ساده سازی شد. در حال ایشون البته خب مسلط بودن در فارسی، دواوین شعرا، متون قدیم و نظم و نثر اینا رو خونده بودن. با این حال متوجه میشید که همین مثلا که شواهد فارسی رو درس کنم که مقوله‌ای که شرح کردن اینا گاهی اشتباهاتی دیده میشه، همین اشتباهات در مورد فارسی باستان و فارسی میانه و اینا هم گاهی دیده میشه. متأ مشکل این کتاب که در مورد هر کتاب دیگه ای ممکنه، یعنی چی میگن دیکته ننوشته غلط نداره همچین چیزی میگن دیگه، نه هر کی من شما هم شروع کنیم به نوشتن، خب بیش از اینا غلط در نوشتن پیدا میشه. حالا خودم رو عرض میکنم، مشکل نمیخوام بگم مشکل، آنچه که میخواد این کتاب بهتر میتونه بکنه گرفتن غلط های این کتاب نیست، بحث درباره مسائلی است که در این کتاب یا مهمل مانده یا مجمل مانده. همین چیزی که عرض کردم در مورد تحولات فارسی باستان به فارسی میان، مثلا در مورد کیس های دستوری، حالات دستوری، در مورد مسائل نحوی، مثلا جمله پیرو چه چجوری خواهد، در مورد نمیدونم جای نقش، جای کلمات در جمله که چی میگن ورد اوردر میگن، عرض کنم در مورد بعضی مسائل صرفی، عرض کنم کاربرد فعل، نوع ساخت فعل تمنایی. مثلا الان در مورد فعل تمنایی من شما هم شاید اون درسای من شنیده بودید، من موندم چی کارش باید بکنم. یعنی این متنای ما یه جوری هم که معلوم نیست این صورت تمنایی شبیه فارسی رو ما باید فارسی بدونیم یا پهلوی بدونیم، یه عبارت دیگه تأثیر فارسی است تو پهلوی یا نه تحول فارس تمنایی است که از فارسی میانه شروع شده بوده، از هم قبل از اسلام شروع شده بوده و ما در بعد از اسلام یه گونه دیگه از فارسی تمنایی، از ساخت فعل تمنایی رو می‌بینیم. می‌خوام بگم مسائل وجوه فعل، اسپکت فعل، این نمود فعل، اینا همه مسائلی که اگه آدم یه مقدار چی میگن دانش زبانشناسی اینا به دست بیاره که من ندارم، اونا رو جزئی‌تر و بهترم میتونه در بررسی کنه. بحث آواشناسی با اینکه منظم خوبه ولی ساده شده است، نقص میشه گفت زیاد داره و همین رو در مورد تمام شاید در مورد تمام بخش ها میشه گفت. خیلی باید با توجه به مطالعات جدیدتر این کتاب رو تفصیل داد و بعضی مسائلش رو که قامستر از اجمال در آورد، مثلا همین مسئله چه میدونم که من سر درسای دستورم میگم، همین مسئله ارگاتیویتی و فلان و این دو چیز، اینا نه اینکه در این کتاب غلط بیان شده باشه، مجمل بیان شده، باز رعایت مخاطب شده. این کتاب مثلا اگه آدم بخواست 2 ساعت درس بده اینو در 1 ساعت بگه، چون برای شما هم نشستید اینو قبلا اینا رو خوندید دیگه، اگه اینو به دانشجو ترم 2 بدین همینو بدین در میره، چون آسون نیست فهمش، دانشجو ترم 4 اینو راحت تر میفهمه. این اگه بخوام 1 ساعت بالاتر، یه مرتبه بالاتر آدم درس بده باز دشوارتر میشه. بنابراین
هی باید به مرور به نظرم اینو جزئیاتش رو اصلاح کرد و اون چیزایی که در مخصوصا فارسی کتیبه ای و زبور زبور که حالا اینقدری نیست ولی فارسی کتیبه ای رو داخلش کرد که این متون قدیمتر ما مثل متون مانوی و مخصوصا این فارسی کتیبه ای یه واسطه ای هن که به هر حال شناخت تحولات از فارسی باستان به فارسی میانه رو راحت تر میکنن. اینا تقریبا در این کتاب مقفوله. در کتاب برونر یه مقدار اصلاح شده، در کتابی که جدیدتر نوشته شده در همین آقای دورکی مایسترنس نوشته شده ممکنه به طور کلی مطالب عرض کنم خوبی باشه. من یه بار تو اون جلسه ای که خدمت شما بودیم و خدمت آقای دورکی جعفری در پژوهشگاه رومنسن گفتم درباره مقولات دستوری هر کی میخواد چیز جدیدی بنویسه همین کتاب برونر ببخشید دورکی مایسترنس اگه جلوش باشه و مراجع او رو رجوع کنه و یه مقدار از تو هوش و استعدادم نیاز داره اون میتونه حرفای خوب تازه‌ای بزنه و اصلاح کنه. و به هر حال من به نظرم میاد که برای نوشتن یک دوره تاریخ زبان منظورم نیست، تاریخ زبان من نمیدونم چجور میشه نوشت، ولی یک دوره دستور تاریخی زبان فارسی که جزئیات بیشتری رو مد نظر داشته باشه در صرف و نه حالشون رو در واسه این بخش آواشناسی هم آوردن و در آواشناسی تاریخی لازم حتما منت این کار یک نفر نیست، کما اینکه مثلا حالا در اینجا بحث نشد دربارش، مثلا در مورد فرهنگ ریشه شناسی هم کار یه نفر نیست و یه نفر میتونه فرهنگ ریشه شناسی فارسی بنویسه، هنینگ با همه هنینگیش ننویش. دستور تاریخی هم همینقدر دشواره و شاید دشوارتر، چون حتما دشوارتر چون اونجا با لغت سر کار داری، اینجا با یه ذهن دستوری سر کار داریم، نیاز به یک ذهن دستوری داریم که ضمناً بدبختانه مثلا من بی بهرم از تا حد معقولی از دانش زبانشناسی عمومی هم برخوردار باشه، چون مثلا نحوی مثلا پیچیده ای هست برای من، مثلا بعضی اگه مثلا 4-5 نفر باشن که بتونن هر بخشی یکی متصدی هر بخشی باشه و اون وقت اینا باید مجهز شده باشه. من گاهی بعض وقتا به دانشجویانم که مستعدن گاهی مثلا میگم که سر کلاس فلان کس برید از زبانشناسان که چیزایی رو یاد بگیرید که اینا رو ابزارمند کنه، ابزارومند کنه به قول کتابای فعله، اینا توانا کنه بر حل یه مسائلی که بدون اون دانستن اونا ممکنه که به خوبی حل نشه یا با زاویه‌ای که اونا به مسئله نگاه میکنن نگاه نکنه. بنابراین من به نظرم که میاد که این کتاب هنوز سوراخ زیاد داره که باید بر نسل ماست که اینو پر کنیم و یه از دانش زبانشناسی هم یک مددی حتما باید خواست. ممنونم استاد، من که اصلا نفهمیدم ساعت چجوری گذشت، فکر میکنم همیز تو ساعت اول هستیم. مرسی که وقت گذاشتیم صحبت کردیم، سلامت باشیم. من امیدوارم این شرفایی که زدم، البته سعی کردم بیشتر خودم متهم کنم، امیدوارم که دوستان رو عرض کنم که چیز رو همکاران و دانشجویان و کلن شنوندگان رو آزرده نکرده باشه، ولی امیدوارم حرفم رو تونسته باشم حالی کنم که تلقی منو یه مقدار نسبت به مطالعات و به مرور نسبت به درس دادن اصلا باید عوض کنم. خیلی ممنون، خیلی هم عالی بود، من که حداقل متوجه شدم، دوستان هم حتما همینجور. ما قرارمون میشه در یک مدتی بعد که با شما هماهنگ میکنیم. خیلی لطف کردین که در این گفتگو شرکت کردین، متشکرم و امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشیم. خیلی خیلی ممنون، حتی اینجا که دیگه شب شده اونجا تو ممنون شما روز سلامت باشید. خیلی ممنون که این بساط رو فراهم کردید، ولی حالا شما اونجا به کارهای جدیدترتون برسید. من تشکر میکنم از کسانی که این گفتگو رو شنیدنم
و از طرف من حتما ملال انگیزم بوده، عذر میخواهم و برای همه آرزوی سلامت. سلامت باشید. مرسی از قربان شما، شما. مرسی از همه دوستان. شب همگی بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قربان.